میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یاشی گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن از باقی مانده میهن‌پرستان، از میهن‌پرستان عزیز خارج از کشور خواهش میکنم در این شرایط بیشتر و بیشتر سوخت برسونید به ایران آریایی. در شرایط فوق‌العاده حساسی هستیم، کشور عزیزمون و تنها رسانه‌ای که زبان ملت ایران هست سنگر ایران آریایی است. خیلی از همتون ممنونم. و مطلب دوم، دوستانی که میتونن برنامه رو ضبط کنن ضبط کنید، بدید به من تا من بذارم در کانال، چون یکی از همرزبان من با مشکلات و گرفتاری این کار میکنه. فعلا مشکلات فنی هست، نمیشه برنامه رو در یوتیوب طبق معمول در همون کانالی که همیشه بچهای همرز ما پخش میکردن بذارن. فعلا مقدور نیست تا مشکل برطرف بشه و مجددا بتونیم در خدمتتون باشیم. مطلب سوم، به دلیل اینکه حجم اخبار زیاده و
منم دست تنها هستم. توقع نداشته باشید که مثل چند روز پیش تا هفته گذشته من بتونم با شما عزیزان همه مطالبتون رو توی تلگرام بخونم. اینستاگرام که میدونید اصلا من اونجا مطالبی که میفرستید به صورت خصوصی من اونجا اصلا نمیخونم. توی تلگرامم تا اونجایی که وقت کنم میتونم، بیش از این نمیتونم. اگر ناراحت میشید یا گله من میشید پس پیام نفرستید لطفا. از ارسال عکس و موزیک و چه و چه هم جدا خودداری کنید و فقط خبر بفرستید. در غیر این صورت نه پاسخی میدم و اگه ادامه بدید دیگه اصلا توجهی نمیکنم. کشورمون شلوغ، ایران عزیز ما شلوغ، به دستور مستقیم شخص علی خامنه ای جانشین برحق روح الله الموسوی الخمینی، آن بیمار روانی جنایتکار، ملت ایران رو دارن قتل عام میکنن. خوزستان رو به خاک و خون کشیدن، شهر کرد رو به خاک و خون کشیدن و دستور قتل و کشتار ملت ایران رو در سراسر ایران صادر کردن، در آمل و در پاره از شهرهای مملکتمون بسیجیاشون، پاسدارانشون، نیروهای انتظامیشون، حتما هم ارتششون و چک و جونه برایی که وارد کردن از افغانستان و نمیدونم عراق و این بر اون بر، شیعیانی که آوردن از سوریه و یمن و لبنان و مناطق فلسطین و این بر اون بر، دارن ملت ایران رو میکشن. از روز اولم برنامه همین بود، تخریب کشور و کشتار ملت ایران. این من بارها هم حضورتون عرض کردم دارن میکشن و دنیا هم داره حمایت میکنه. وزارت امور خارجه امریکا مثلا میاد یه چیز میزایی مینویسه میده بیرون که آی علی شیرهی، آی نمیدونم جمهوری اسلامی، آزادی بیان هست، آزادی بعد بیان هست، آزادی هست در دنیاهای مجازی، آزادی هست در دنیای غیر مجازی، مردم باید حرفشون رو بزنن، ما محکوم میکنیم، محکوم باید گردد، نمیدونم خفه باید گردد، چرت پرت جدی نگیری. و اتحادی اروپا هم به زودی میاد تو جریان که ما محکوم میکنیم کشتار ملت ایران و فلا اینا. یهو جوگیر نشید ملت ایران، تشکر تشکر، اتحادیه اروپا تشکر تشکر، مثلا جو فروش آی لوف یو آی لوف یو، اینا سرکاریه. اینا 43 سال دارن محکوم میکنن، 43 سال دارن خالی میبندن، 43 سال اصلا اینا دارن تنور جمهوری اشغالگر اسلامی رو گرم نگر میدارن. یه مشتم جک و جونور جمع کردن خارج از کشور به اسم اپوزیسیون که دیروز بوده، نمیدونم امروز بوده، همرزم عزیز من از لس آنجلس حدود نیم ساعت پیش به من خبرشو داد که اتحادیه جمهوری خواهان، یه مش مامور اطلاعاتی، یه مش نوکران روس و انگلیس بیانیه دادن بیرون، اعلامیه دادن اتحادیه جمهوری خواهان، چه 7-8 تا حشیشی و بنگی و عرقخور و نمیدونم الکلی و همشون میشینن اسپرینوف روسی میخورن و معتادی مش معتادی مش بیمار روانی. تو تر طول این 43 سال یه تظاهرات ران انداختن، یه حرف درست حسابی نزدن، یه پشتوانه نکردن، فقط فحش دادن به پهلوی، شاه دیکتاتور، رضا شاه، استبداد، چکمه، کودتا، ننگین، ساواک، تخم مرغ، شکنجه، تپاهای اوین، خسرو گل سرخی، اون یارو کرامت الله دانشیان زدن، آی کشتن، آی اعدام کردن، سیاه کل قتل عام شد، جلو شعرامونو گرفتن، نذاشتن گل سرخ بخونیم، نذاشتن نمیدونم اینو بخونیم، نذاشتن فیلم بازی کنیم، کتاب ممنوع بود، شعر ممنوع بود، همه چی ممنوع بود، نفس کشیدن ممنوع بود، دیوار سیاهی سواد کشیده بود به دور مملکت، کشاورزان نون نداشتن بخورن، کارگرا اصلا هیچی نداشتن بخورن، شاه همه رو خورد برد، آی بیاین آی برین، آی مرد شب، مرد نیمه شب، مرد دم صبح، چرت پت. حالا اومدن میگن ما اعلامیه دادیم حمایت میکنیم از تظاهرات منو، شما غلط میکنین، شما گروه پدرتون میخندین، اصلا کی بر شما تره خورد میکنه؟ ملت تو خیابون داره میگه رضا شاه روحت شاد، چرا پرت پلا میگین، چرا دارین چرت پرت میگین؟ بعدش هم یه جوری مثلا میگن که مثلا سلطنت طلبها فقط دارن کلیپ پخش میکنن، نه ما رهبرمون تکلیف رو روشن کرده، پادشاه مملکتمون الازه سیروس زوشای دوم پهلوی سوم تکلیف ما روشن کرده، ایشون نماینده ما هستن، فرمایشات ایشون فرمایشات 90% ملت ایرانه، بلکه بیشتر،
فرمایشاتشون کاملا واضح و روشن، محکوم کردن و اصلا تمام داستان، تمام دعوا بر سر همون تاج و بر سر جانشینی پهلوی، خودتونم لوس نکنید، خودتونم چوس نکنید، بندازین وسط معرکه. شما اگه جرئت کردین پاتون رو بذارید ایران، بعد اصلا من خودم نفر اول هستم که به جمهوری طلبا رأی بدم. برید با اون کشکتون رو بسازید. ملت ایران رو به خاک و خون کشیدن، هنوزم دارن میکشن و طویله های لجنجلس و طویله های لندن نشستن میگن که به خاطر گرانی بوده. طویله لگن فروش دوز یه پسر از مامور اطلاعاتیه که حالا چند وقت از ترکیه برشان آوردنش اونجا، گذاشتم تو تلگرام، نمیدونم آرش، نمیدونم چی چی بشه، اینا همه اسامیشون همه چیزه، همشون چاخان پاخانه. مردم زنگ میزنن اونجا، البته من خیلی متاسفم برای یه عده احمق که هنوز به اون طویله زنگ میزنن. احمق دیگه، خیلی راحت تا چشمتون کور که اینجوری صداتون هم قطع میشه، تو تک و پوزتون هم میزنن. حقتونه، خلایق اون جلایق، لیاقت شماها اون طویله است و طویله های دیگه که براشون گزارش میفرستید. به هر حال زنگ میزنن اونجا که آره ایران داره بلند شده و مردم به پا خواستن و دارن میرن به سمت سرنگونی. بلافاصله نه نه نه، خبری نیست، گرسنگیه، به خاطر گرانی، به خاطر گرانی، گرانی. لگن فروش دوز دستور داده دیگه از وزارت اطلاعات که آقا فقط روی این موضوع مانور بیان، گرانی. اصلا و ابدا اینطور نیست. 43 سال کشور ما گرانیه، 43 سال کشور ما تحریمه، 43 سال نصف شکم ملت ایران همیشه گرسنه بوده، الان اون نصفش هم که دیگه گرسنه تر شد. 43 سال دلار 6 تومن 7000 شد، رسیده به مرز 32000 تومن. 43 ساله که یه آسپرین، یه جعبه آسپرین، یه بسته آسپرین میرفتی میخریدی 5000 یه تومن، 15000 دو تومن. حالا باید برید فرش خونه بفروشی 4 تا قرص آسپرین، تازه اونم نه اون آسپرین، معلوم نیست گچه، آهکه، معلوم نیست چیه بهت میدن. کشاورز کارگری که میرفت تو چلو کبابی سر زور از جیبش هزاری در می آورد، حالا باید صد آشغال غذا بخوره. بچهای مردم همه داشتن تو مدارس مفت و مجانی درس میخوندن، بهمون موز میدادن، شیر میدادن، کیک میدادن، سیب و کره مربا و پرتقال بهمون میدادن، حالا کتک اون میزنن. بعد بچهای مردم اصلا کلاس پنجم دبستان دختر بچه که بعد تو کتاب کیف مرسش به جز کیف و کتاب انو عروسک باشه به فحشا کشیدنش. بچهای مردم رو کتک میزنن. یارو مردی که وارد مدرسه شده با چشیده گذاشت تو گوش ناظم، لاتبازی، کشور چاقوکشا، کشور لاتا، یه مشتم لات چاقوکشو کشیدن خارج از کشور، مثلا افشار بود بدونشون دادن. بعد مثل اون فرخ جمهوری نگهدار، مثل اون بهنود، همشون لات، همشون چاقوکش، کسایی که رفتن بر علی جعفریان و بر علی دیگران رفتن چیز دادن، شکایت کردن، اونا رو گرفتن اعدام کردن، اون انسانای شریفو. یه مشتم جک و جونور جمع کردن خارج از کشور، معصوم قومی و نمیدونم یارو چیز، جوانا که نیمه تحصیل کرده، میگه رضا شاه دایی من بود و مثل روانی حشیشی و شرماور و بقیه هم که نشوندن تو طویله های لجنجلس و این ور اون ور، هرچه دهنشون در میاد میگن. در شرایطی که کشور من، ملت من در خوزستان، در چهارمحال بختیاری، در روستاهای کشور، در شهرهای کوچک و بزرگ به رگبار مسلسلا بسته میشن، مردی که اومده تو همین لگن فروش دوز فرش میفروشه و میگه کمک کنید، تلویزیون داره سزارین میشه، دارن میزاوننش، میخوام بزاوننش، خدا گواهه، گذاشتم تو کانال برید ببینید، بیاین منو بزاونین، بزاون، نمیدونم سزارینش کنید، چرت پرت، پول بدین، پول بگیرین. بعد هر بار با یه بهانه، هر بار با یه پدر سخت بازی، یه رو دولت تبعید در کار است اینا. و بقیه شون هم همینه، نه فقط این بی پدر و مادر، بقیه بی پدر و مادر همینه. و ملت هم در داخل کشور پاسخ اینا رو با شعارهای رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، پهلوی کجایی، بداد ما بیایی و چه و چه و چه، مملکت داره میره به سمتی که باید بره. اما امشب بچه های داخل کشور و همیهنان خارج از کشور یه توجهی رو میخوام به شماها بدم. اما بیش از این که این توجه رو به شما بدم، یک صحبتی با آخوندا در داخل کشور دارم. من یقین دارم، شکی هم ندارم، نه به جنبه تبلیغ میگم، نه باعث افتخار منه که مثلا من
بگم تمام آخونده و تمام پاسدارا و تمام مثلا مهندسا و تمام سیاسیون دارن فقط منه دارم میبینن، این حرفا چرت پرت خود مطرحی مال آدم های عقده ایه، من عقده و کمبوده چیزا رو ندارم. ولی یه چیزی رو یقین دارم، بنا به سند، بنا به حرفایی که خودشون میان صدا میذارن، عکس میذارن، فیلم پخش از خودشون میگیرن، تو تلگرام میذارن که مشخص یارو آخونده. و یکی از بسیجیاشون برای من از حالا یه شهری برای من پیام فرستاد که ما چه گناهی کردیم فلان اینا. من امشب برای نخستین بار با شما آخوندا حرف دارم، فکر نمی کنم بار دومی تکرار بشه، یعنی چون حقیقتش بگم من از شما جماعت آخوند، نه من، ما ملت ایران، من زبونه این ملت به گروگان گرفته شدم، انقدر ما از شماها متنفرین، در گوشتون میگم که کسی نشنوه، فقط شما آخوندا بشنوید، ما هیچ آرزویی نداریم جز این که همه تونو گله دار ببینیم. السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله اگه من دروغ بگم. خیلی راحت بهتون بگم 100 هزار نفرین، 500 هزار نفرین، 60 میلیونین، مهم نیست، مهم این استش که ما ریشتونو بکنیم. خیلی راحت بهتون بگم، حالا تا حرفم هم وای میسم و این حرفی هم که میزنم میدونم که اکثریت قریب به اتفاق، یعنی دارم بالای 80-90 درصد رو دارم میگم، میدونم که اینه. یه ایده هم هستن چون اینا دنبال پست و مقامن، آخو از نظر سیاست مداری نباید اینجور بگیم، بعد اینا لج میکنن میکشن، من وارد این بازی ها نمیشم، اینا همشون آدم کشن. استاد رضا فاضلی یه حرف قشنگی زد که آویز گوش همان باید باشه، از من میشنوید، این جمله خود استاد عزیز زنده یا فاضلی عزیز، هنرمند ملی بزرگ و عزیز ما، واقعا روان شاد جاش خیلی خالیه در این شرایط، در این لحظه. لعنت به پدر مادر کسی که صندلی را زیر پاش کشید داد به امیر عباس شرم‌آور، لعنت بر اون پدر مادر تریاکی دو. به هر حال ایشون گفتش که از من میشنوی نسل آخوند رو بردارید، به آخوند رحم نکنید، اینا بهتون رحم نمیکنن، تا زندن بهتون رحم نمیکنن. درست گفت خدا وکیلی. همون موقع من جزو کسانی بودم که گفتم نباید انقدر رادیکال باشی دیگه، اینجوری نباید بگی، و خیلی هم دوست داشتم یه روز این حرفو به استاد بزنم، ولی خب من خجالت میکشیدم و هیچ وقت همچین اجازه بخوام نمیدادم که همچین جسارتی بکنم. اما از این موضوع الان مثلا 10 سال گذشته، خودم من دیگه دارم یواش یواش میرم جزو کسایی که بعد دارم مرحوم میشم دیگه، خودم دیگه یواش یواش. حالا من دارم بهتون میگم به عنوان شاگرد اون بزرگان، ملت ایران تا آخوند تو ایران هست این وطن وطن نشود، راحتتون کنم. هر چه زودتر ما ریشه این بی پدر و مادرها رو با تمام مخلفاتش بکنیم، فردا به آزادی بیشتر نزدیک میشیم. اگر این کارو امشب بکنیم، از همین امشب میریم رو زندگی نرمال. هفته دیگه بکنیم، یه هفته باختیم. یه ما دیگه این کار بکنیم، یه ما دیگه باختیم. یه سال دیگه این کار بکنیم، یه سال دیگه باختیم. تعارفا رو کنار بذاریم، مبارزه اینا، حالا میام روی که گفتم یه توجهی میخوام به بچهای داخل و خارج از کشور بدم. خوب به من گوش کنید، من شخصیت خودم، کاراکتر خودم، یعنی انشای رضا احمدی رو بذارید بهتون بگم که بعد میاد یه سوالایی نکنید و اینا. حالا امیدوارم بشنوید، نشنویم که دوباره همون تکرار مکررات دیگه، که منم حوصله ندارم خدایش جواب بدم. بعد آقای احمدی دیگه ما رو تحویل نمیگیر جواب ده. نه نمیگیرم، نمیگیرم. من الان شاکیم، من الان از خودم هم شاکیم، شاید همین بعد برنامه برم کلانتری از خودم شکایت کنم. بسه دیگه، چقدر بشینم صدای آهوناله بچه رو گوش کنم؟ بابامو نزن، بابامو نزن، زنه رو گرفتن بنده خدا، مثل مادر منه، مثل خواهر منه، ناموس منه، چه فرق میکنه؟ زنه بنده خدای بانوی ایرانی ده گیسش گرفته، بی پدر و مادر، مگه گونی برنج داری میکشی رو خیابون؟ داره التماس میکنه، با باتوم داره میزنه، یه مرد 57-8 ساله، 60 ساله، سن و سال من. ما دیگه قوه بنیه برامون نمونده، من دو یه باتوم، نه باتوم دوم بخورم مستقیم تو قبرم دیگه، 20 سالم که نیست طاقت داشته باشم لگد بخوره تو پام بلند شم هنوز مثل اسب و دوام. آخه بی ناموسی رو اینطوری میزنی؟ ما دیگه چقدر دیگه آدم بشینه نگاه کنه بابا؟
بعد من چجوری بیام خونه دوش بگیرم بخوام یه چیزی گرم بکنم بخورم؟ چرا دور بگم نمیاد گلوم نمیره پایین؟ خدا رو خود نه که فیلم بازی کنم رو خواهیم باور کنیم خواهیم نکنیم اصلا برای من نه مهمه نه جالبه، خدا رو خوش نمیاد. آخه من اینجا میرم تو فروشگاه میبینم موز و انگور و پرتقال و هندونه و هرچی میوه چیده بی پدر و مادر تو آلمان تا سقفه. خود آلمان فقط سیب سبز داره، میوهی به اون شکل نداره. هندونه خربوزه طالبی و دونم خیارگوش و فرنگی نداره، همش از این ور اونور دارم میخرم. هر فروشگاهش میره پر میوه است. بعد بچه به امریکت من باید تو صد آشغال غذا بخورم؟ خدا رو خوش نمیاد بابا، این نامردی. میری توی مغازه هاشون شیرینی انواع و اقسام، انواع و اقسام نونا، با چه طعمی میخوای؟ نون طعم پیازی داره، طعم سیر داره، طعم زهرمار داره. بعد ملت من یه روزی میرفتیم توی سنگکیمون، آقا خشخاشیش کن، دو طرفش کن، دو طبقهش کن، حالا بعد نون کپک زده بخوره، حالا بعد آرد بخوره که توش موش نمیدونم ترکمو زده تو آرد. دیگه بسه دیگه، دیگه چقدر بشینیم بخوایم مؤدبانه حرف بزنیم و بیم فکر کراواتمون رو به ملت نشون بدیم؟ ملت خار مادرشون رو بیارین جلو چشاشون راحتتون کنن. خیلی راحت کلام بهتون بگم. تا این بیناموسا کفن نشون، اون وطن وطن نشه، بس دیگه انقدر کتک میخورید. بس کنید دیگه. به خودتون رحم کنید. بابا به ما که خارج از کشورین گوش نکنید. ما اگه برگشتیم ایران بزنید قلم پای ما رو بشکنید. دروغ میگن اتحادیه جمهوری خواهان، جبهه ملی، سازمان مجاهدین، دروغ میگن. همشون نوکرن، همشون وابستن این بیناموسای بی پدر و مادر، همشون وابستن داخل کشور. واسه اومده حشمت تیخکش و نمیدونم نرگس توپل و نسرین سیتوده و یه مچک جونور اون سارق کسافت کلام و پرویز مارمولک و اون یارو دختر رفسنجانی و چادر چاخشور خود کسافت با اون در دماغ با اون هیکل کثیفش که بوی لجن میده. این آشغال این لباسش رو تو اون تابستون گرم حالت به هم میخوره. این اگه صد دفعه هم روش بهترین عطر اودکلونا رو بزنی حالت به هم میخوره. بعد این بیاد بشه اپوزیسیون، از دلش معصوم قومی بیاد بیرون. بسته دیگه ملت، نذارین دیگه به شورتون توهین بشه. قطر انتر بشه میزبان جام جهانی، فلون فلون شده. تا دیروز پشکلم نمیخوردین شما تو دوحه. ما بازی‌های آسیایی 74 تو تهران راندیم، المپیک آسیایی که تا همین الان بالاترین میزان شرکت کننده داشته، از اسرائیل اومد تا تایوان، همه کشور آسیایی تا چین، همه کشور آسیایی اومدن زن و مرد رو شرکت کرد. یه خون از دماغ کسی نیومد. آلمانش ما این عظمت 72 مونیخ 13 تا اسرائیلی زدن کشتن. بس دیگه ملت، هی نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. ولش کن ولش کن، چی رو ولش کن، چی نترسید نترسید. کوکتل مولوتوف حاضر و آماده، بنداز که گور بگیرن همشون، بریزید بگیریدشون، سلاح و عدسشون بگیرید بدوزش به خیابون بیناموسو. بس دیگه، چهار تا از این پرده ها پیاده کنین، غلطی نمیتونن بکنن. بابا ما باید کیو ببینیم؟ کجا رو باید امضا کنیم؟ بابا مسلمون نیستیم. آقا ما مسلمون نیستیم، کجا رو باید امضا کنیم؟ ما باید بریم آقا ما باید بریم سر قبر عمر بگیم آقا تو بردی جنگو، آفرین دمت گرم، حالا ما دیگه نمیخوایم اون چیز تو رو، دین تو رو، مذهب تو رو ببینیم. آقا ما تنها ملتی هستیم تو دنیا که شکست خوردیم. من نمیفهمم، مگه ما تنها ملتی هستیم که از دشمن شکست خوردیم؟ آمریکا با همه اهم و طلبش 10 دفعه با کله خورده زمین. بابا ما مسلمون نیستیم، بریم کجا رو امضا کنیم؟ آخه این چه دینیه، این چه ایمونیه؟ اما آخوندا خوب گوش کنید چی بهتون میگم. من امشب برای اولین بار میخوام با شما جک و جونه برا صحبت کنم. هیچ احترامی هم براتون قائل نیستم، آدمم حسابتون نمی کنم. من از نظر من آخوند جماعت انشاش اینه، دیکتش اینه، تعریفش اینه: بی سوادترین، بی شعورترین، نفهمترین، احمقترین، بی ناموسترین، خائنترین، مفخورترین، بی ادبترین، بی کلاسترین، بی پدر و مادرترین، بی پدر و مادرای تاریخ بشریت آخونده. تموش. این حالا میخواد اسم شریعت مداری باشه، خویی باشه، گلپایگانی باشه، مدرس باشه، مفتی باشه، خمینی باشه، خلخالی باشه، خامنه‌ای باشه، روحانی باشه، هر بیناموسی میخواد اسمش باشه، هر کس این لباس مزخرف تنشه، هر کس که رفته در طویله به اسم حوزه لجن قم، یا در طویله به اسم حوزه لجن مشهد، یا در طویله به اسم حوزه لجن اصفهان، هر کدومتون از اون حوزه های لجن لبادکاری اومده باشید بیرون، برای من شماها آدم نیستید.
آخوندی که واقعا چی باید به شما نسل 57 گفت؟ آخوند خمینی تو عمرش، بابا ملت گوش کنید، اون بیناموس بیشرف بیسواد نفهم تو عمرش نه سوار اتوبوس شد، نه سوار هواپیما شد، نه سوار ماشین شد، نه دفترچه بیمه میفهمید چیه، نه تو عمرش یه بار رفته بود بانک بره پول آب و برق بده، نه یه بار تو عمرش نشسته بود مثلا اخبار ساعت 8 شب تلویزیون رو نگاه کنه، نه تو عمرش یه بار از دم در امجدی رد شده بود، نه تو عمرش یه بار رفته بود شمرون، نه تو عمرش یه بار رفته بود یه سر بزنه لاله‌زار چه خبره، نه تو عمرش تو خونه یه بار گران گوش کرده بود صفحه آقاسی و سوسن، نه تو عمرش یه بار دم دانشگاه رد شده بود، نه تو عمرش یه بار دم یه مدرسه دخترونه پسرونه رد شده بود، نه تو عمرش یه بار مثلا آدم بشینه سوار یه تاکسی بگه اصلا آقا من آخوندم پولم ازم نمیگیره، واقعا هم نمیگرفتن تاکسی ها تو تهران بعضی هاشون که مذهبی بودن، ما رو یه دور تو این تهران بزن میگن شبهای تهران خیلی قشنگه، ما بریم یه نگاهی بکنیم این مردی که یه نفهم بی سواد از یه طویله ای که اسمشو گذاشته بودن حوزه لجن قم می اومد بیرون رفت تمرگید توی یه خونه ای که انگلیس ها براش خریده بودن که خیال میکنم مال چیز باباشه، ارث باباشه، تمام مسیر این بیناموس و امثال این بیناموس ها تمام مسیرشون کجا بود؟ تکیه ها و تکیه گاه ها و اینجا که میرفتن حسین حسین میکردن و بالای منبر و هی بشینه اونجا و میکروفونه رو میشتن چلوشون دوستدم از این ریشوه های بوگنی که بعدا شدن سردان و سپاه این میکروفونه رو باش بازی کنن و اینا هم هی بشینه میگه صدا بپیچه و نگاه بکنه ببینه جمعیت یه موش الاغ اونجا نشستن که این شروع کنه زرزر کردن، اونا هم شروع کنه عرعر کردن، صدای اینم بپیچه و همون حرفای تکراری رو بزنه، مثل این لگن فروش دوز و مثل سایر اراذل اوباش که 30 سال دارن حرف تکراری میزنن، بعد بشینه اون بالا بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولا محمدان دست کلن، چرا اسم محمد میاد مگه به تو نشادور فرو میکنم بی پدر و مادر بی ناموس، اونا هم ولی زهر ما زغ نبود تیر قیب وبا کرونا، بعد بشین یه مو چرت پرت بگه و چایی که مفت آقا، سیگار که مفت آقا، لوله تریاک که میکردن تو عبای آقا، میومد خونه و یه مشتم قیمه صدقه این بازاری صدقه اون بازاری، یه ده بچه های کله کچله دماغ تو دهن اونجا میلولیدن و از این ماشین اسباب بازی های بود 5000 یک رو تو شانسی ما میبردیم اینجوری بازی میکردن، فرش افتاده بود رو هم این مالکی حاجی حسنیه، این مالکی حاجی حسینیه، وقف فلان وقف فلان، این مردی که یه بیناموس اومد شد تکیه زد به جای محمدرضاشاه پهلوی، خب معلومه بعد 43 سال مملکت این میشه، خب معلومه این یه مشت در پیتی عقب افتاده را از اون ور ناکجا آباد میفرسته میره تو خیابونای تهران تیربارو میذاره روی نیسان میگه بزن، خب یارو چیزی نمیفهمه، یارو میگه اگر من نکشم خب فردا این بیاد به من حکومت بکنه، خب من دیگه من چیکاره میشم توی مملکت، دیگه لبوام نمیتونم بفروشم، دیگه نمیتونم گردوام بفروشم، مرده و زنده و ملت میاد یه لباس چریکم کردن تنشون با کفش کتونی یه کارتم گشته تو جیبش روغن بره بگیره برنج بره بگیره، چیزی نمیفهمه، کسی که صبح تا شب تو این ور اونور تو این دهاتای دور افتاده تنها موزیکی که گوش کرده مثلا اوجش صدای زیبا و دلنشین بوزو گوش کرده، خیلی دیگه حال داده به گوشش مثلا صدای سگ گله رو گوش کرده، خب طبیعیه که اینا مملکت به دست من و تو اینجوری نمیدن، منتهی مراتب ما به حرمت به خیلی حرمت ها به خیلی دلائل اصلا دروغ، چرا ما آدم کش نیستیم که، من میگم انشای رضا احمدی رو براتون بگم اینه، خب من نمیتونم به ملت بگم ملت اصله بگی بیا تو دستت همه رو بهم به رگبار جوان مردم کشته بشه که چی که من برگردم بیام ایران، نمیشه، من نمیتونم بیام یه همچین حرفایی رو بزنم، ولی همچی میشه با خودم دو تا چهار تا میکنم میگم بابا رضا مسئولیت به عهده گرفتی، تو وقتی اومدی نشستی جلوی این دوربین چرا اومدی؟ خیلی غلط کردی اومدی، یا میفهمیدی چرا میای یا نمیفهمیدی، اگه اومدی مثل دیگران خود مطرح بشی که خیلی خیلی خوب جای اومدی، یه چرت و پرتی هم هر دفعه بیا سرهم بکنه بگو برو، اگه نه نیومدی برنامه ساز و از این حلبی سازی را بنزی اومدی میگی من مبارزم میخوام مبارزه کنم که شما آزاد کنم، با مردم صادق باش آقا جون، نمیتونی ببوس بس برو کنار، جرئت نداری بگی ببوس بس برو کنار، دروغ چرا تا الانشم جرئت نداشتم بگم، ولی وجدانم هی داره سیخ میزنه تو دل و رودم، آقا ملت نمیشه مملکت نمیشه اینجوری از اینا پس گرفت،
نمیشه. دروغ چرا بگم؟ منم پاسدار بودم، نمیذاشتم آب خوش گردون پایین بره. چون من میدونم شما وقتی زورتون به من برسه میدونم چه معاملی با من میکنی بدون تعارف. و آخوندا، امشب تمام حرف من با شماست. برای اولین بار متاسفانه، شوربختانه، بدبختانه، میخوام چند تا مزخرفات شما رو پخش کنم. خب بعضی موقع یکی دو دقیقه پخش میکنم، ولی امشب استثنان یک کاری با شما آخونده دارم. ولی پیش از اینکه از جناب مهندس خواهش کنم شماره یک رو لطف موعد بفرمایید پخش کنم، یکی دو دقیقه با این آخوندی که میخواد حرف بزنه، اسمشم نمیدونم کیه، امیدوارم کسی تو رو میشناسه و این برنامه رو میبینه، این برنامه رو بده تو بشینی نگاه کنی. امیدوارم، نمیدونم، آرزو میکنم این اتفاق بیفته. خوب خوب گوش کن بهت چی میگم و خوب گوش کنید آخوندا بهتون چی میگه. ما میهن پرستان، یعنی ما ملت ایران، وقتی من میگم ما میهن پرستان یعنی همه ملت ایران، از سیستان و بلوچستان بیا برو تا گیلان، از آذربایجان بگی برو تا هرمزگان، از بوشهر بیا برو تا خراسان، از سمنان بیا برو تا خوزستان، از کرمانشاهان برو تا کرمان، از یزد بیا برو تا همدان، همه ایران رو دارم بهتون میگم، خیلی راحت بهتون بگم. ما با شما مسلمانای شیعه سر جنگ داریم، از 1400 سال پیش هم این جنگو داشتیم. هیچ وقت ما ایرونی ها اونطوری که شما خواستین خر اسلام نشدیم. با چک و لگد و اسید پاشی و شلاق و سنگسار و اعدام و حلق‌آویز و ترور و با هر برنامه‌ای بود اینو به ما خوروندین. دروغ چرا؟ ما هم ترسمون قبول کردیم. بعضی از نسل ها بلند شدن زدین در بداغونمون کردین، بعضی از نسل ها جلوتون وای نسادن وا دادن. هر طوری بود خرتون رو لنگان لنگان آوردین 1400 سال تا پهلوی اول، تا خدایگان رضا شاه بزرگ. اونجا رضا شاه بزرگ ماسخورتون رو گرفت. چرا؟ چون رضا شاه برآمده از قجرا بود، قجر دیده بود، اون بیناموسا رو دیده بود، بدبختی رو دیده بود، فقر رو دیده بود، بیچارگی رو دیده بود که از مازندران میخواست با مادرش بیاد تهران چه ها کشید. میرزا کوچک خان انگلی رو دیده بود، راهزنی رو دیده بود، تجاوز به زنها رو دیده بود، دیده بود شما آخوندا چه بی پدر و مادرهایی هستین تو دربار. و چون عرق ملی داشت، بازمانده از اعقاب آریایی بود، من شک و تردیدی ندارم که اگر یه روزی علم انقدر پیشرفت بکنه برن عقبه رضا شاه رو، اون ته 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 تهشو، اون اولی کسی که بنیاد این خانواده رو، این خاندان پهلوی رو گذاشت، برن بکشن بیرون، شک و تردید نکنید میره توی خشایارشای کوروشی داروشی اینا میخورم، این پهلوی ها میخورم با اون داستان. در این من شکی ندارم، جزء خاندانی هستن که سالم در رفتن از زیر دست تجاوزا، روس و عثمان و نمیدونم انگلیس و عرب و افغان، و چون هر کسی از گردن روسی یه پر سیر سان فرانسیسکو با ننه‌های ما رفت قربون غیرت باباهامون برن. خب بنابراین این مرد اومد جلو پلاس شماها رو بکنه، از ریشه بریزه بیرون، زورش نرسید. چرا؟ چون انگلیس ها فهمیدن. اما یه کاری کرد که شماها برای همینه تا ته ته استخونتون دردتون اومده. این رضا شاه بود که اومد یه چیزی کاش تو ایران، خدا هم دیگه نمیتونه ریشه بکشتش بیرون، اونم ناسیونالیست بود، میهن پرستی بود. رضا شاه بلایی به روان شاد، رضا شاه روحت شاد، روحت شاد، روحت شاد، ببخش ملتو که وایسادن دیدن آرامگاهتو خراب کردن. خاک عالم بر سر همه ما بی غیرتای اون نسل که یه آخوند کثافت روانی بزن اون آرامگاه رو داغون کنه. بگذاریم، این مرد یه چیزی تو ایران کاشت که دیگه تموم شد، تموم شد دیگه، اون بذر رو کاشت، هیچ کس دیگه نمیتونه اون بذر رو ریشه بکشه بیرون. این رضا شاه بزرگ کاری کرد که میدونست جواب نمیده همون لحظه، ولی میدونست که بعدها جواب میده و جواب داد و جواب داد. خدا رو شکر که پسر بزرگوارش خدایگان آریامهر بزرگ که به راستی شاهنشاه روحت شاه،
اون ابرمرد بیبدیل تاریخ ایران و جهان راه پدر رو رفت. مثل قجرها نبود هر کدومشون بیان برای خودشون یه مانور دیگه راه بندازن، دقیقا همون راه رو رفت، منتها موضوع رو رنگیش کرد، شیکی پیکیش کرد. و تصور ایشون هم شاید این بوده که خب حالا خانوما میتونی چادرم بپوشین، روسری هم بذارید، من زور نمیگم بهتون، چون میگفت خب من بالاخره پدرم اومده این آزادی رو داده دیگه، حالا ملت خودش بفهمه. شانش آریامهر خیلی دموکرات بود، متاسفانه به درد اون مملکت و به درد اون منطقه نمیخورد متاسفانه. ولی اصل قضیه که ناسیونالیست بود و رفت، اون راه رو رفت، که تمام فرمایشات این مرد بزرگ که میشنویم مدام میگه در سخنرانیاشون، در هر جا که تشریف دارن، شرکت نفت رو میخوان افتتاح کنن، پالایشگاه افتتاح کنه، کارخونه افتتاح بکنه، بره برق افتتاح بکنه، سد افتتاح بکنه، اولین و آخرین کلام این مرد میهن پرستی بود، که این رو جا انداخت تو جامعه. خدایش هم خب یه سری انسانای میهن پرست هم دور و برش جمع و جور شدن، جمع شدن دورش، و با هزار یه بدبختی و مشکلات مملکت رو کشوند آورد جلو. حالا اینا رو چرا میگم آخونده؟ ما نوه های رضا شاهیم، ما فرزندان محمد رضا شاهیم. ببین ما از پدر بزرگ و پدر خودمون چه درسی گرفتیم که داریم این درس رو میدیم به داداش کوچیکامون. اوکی؟ همین بچه‌ای که امروز تو خیابونا، اینا داداش کوچیکای ما هستن. ما بودیم توی دنیاهای مجازی که فریادهای جاوید شاه و اینا رو میگفتیم، اینا دست پرورده های ما هستن، دست پرورده تمام اون بچه هایی که تو دنیای نه منا، همه بچه هایی که تو دنیای مجازی، تو فیسبوک، تو این ور اون ور، از لابلای این خطوط رادیو می اومدیم دوتا داد و بیداد میکردیم. این درسی که ما از پدر بزرگ و پدرمون گرفتیم دادیم به نسل بعدی، دادیم به برادرای کوچکتر خودمون، و باریکلا به اینا که گرفتن پیام ما رو. بنابراین ما میهن پرستان با شما در جنگیم، در نبردیم. تمام تعارفات هم بذارید کنار که ما با شما کاری نداریم، هر کس دین خودش را دارد، هر کس نماز میخواند، نمیدونم بخواند، منم اینو میگم، ما هم با دین هیچی کار نداریم، چون با زور نمیتونید به کسی بگی اگه نماز بخونی با اسلحه میزن تو مغزه، آی مسجد داره آتیش بزن، این چرت و پرته اینا، این برنامه میخواد، این برنامه ریزی صحیح میخواد، یه مش آدم متخصص میخواد، با داد و بیداد و رگ گردن کلوف بشه و آی مرد بر آخوند، آخوند کفن نشود، اینجوری جواب نمیده. اونایی که انسانهای فرهیخته جامعه هستن، انسانهای جامعه شناس هستن، روانشناس های جامعه هستن، سیاست مدار هستن، اگه من بخوام اینطوری حرف بزنم میگم اینم شوته، اینم حالش خوش نیست، این بنده خدا اینم که قاطی داره، اینطوری جواب نمیده. بعد علمی با موضوع برخورد کرد، منتها چون شما آخونده ها که عالم نیستی، اهل علم نیستی، من مجبورم با کمال تأسف سطح خودم بیارم در حد همون طویله هایی که شما نشستین توش، مسجد و حسینی و اون چیزا، مجبورم، چون نمیفهمی، من بخوام با تو یه برم کلاس اول حرف بزنم نمیفهمی، بخاطر هم در حد اکابر باید با تو نفهم صحبت کنم. حالا عرض رو باش قشنگ گوش کنی، ما با شما سر جنگ و دعوا داریم، راحتتون کنم، چون ما ایرونی های اصیل، ایرونی های میهن پرست معتقدیم که شما آخوندها مال اموال ما رو خوردید، به مادرامون تجاوز کردید، پدرامون رو کشتید، جوونامون رو کشتید، به دخترامون تجاوز کردید، هرچی عشقتون بود حلال کردید، هرچی عشقتون بود حرام کردید، اساساً دشمن قسم خورده ما هستین، به زور ما رو دولا کردید، ما گفتیم بریم به طرف اون یارو اتاقه که دولا بشیم بگیم نماز بخونیم، به زور یک مدهن ما رو بستید، گفتین ماه کثافت نامبارک رمضان، محرم سفر ازدواج نکنید، زیر درخت سنجد نرید، تو مهتاب سان فرانسیسکو نرید، اگه کاری دارید برید رو شطور، آخه مردی که من برم رو شطور به دختر بگم یه ماچ بهم بده، زمین راست خدا رو به قول فرخزاد ول کن برم رو شطور، میختویله بیار، میختویله ببر، سیخ بیار، سیخ ببر، خوش شما با روانی هست، شما مشکل جنسی داری، ما با شما ها مشکل داریم، بدطوری هم مشکل داریم، مشکلمون هم با شما با هزار تن، هزار تا کامیون آجیل مشکل گشام حل نمیشه، کار ما با شما اینجوری ها حل نمیشه، امکانم نداره آب ما ایرونیا با شما عربای آخون، چون شما تو خودت که اونوری، آب ما ایرونیای میهن پرست با شما ها توی جوب نمیره. اگه همین الان رگ منو بزنن، رگ یا آخوندم بزنن، دو تا خونمون با هم بره توی لیوان، دو تا خون ما تو لیوان با هم دعوا میکنه تا یکی از این خونا اون یکی خونه رو بزنه.
خب ما با شماها سر جنگ و دعوا داریم. زمان شاهنشاه آریامد نسل من شما رو مسخره میکرد، ما با آخوند میگفتیم مگس. مگسه که نگاه کنین کلش این عمامه است، این پراش رو نگاه کنین این عباس، پاش هم نگاه کنین این نعلینه. ما به شما میگفتیم خرمگس، مگس. مگس هم فقط رو نجاست میشینه، شما هم نجستین، همتون نجاستید، هیچی دیگه نیستی. این تعریف شما کثافت هاست. شما یه مش بی سواد نفهمی که یه مش چرت پرت پرت و پلا یاد گرفتین بریم بالا، 1400 سال سر یه مرکه رو میبرین، دوباره چسب و اوهو میزنین سر یارو رو میچسبین رو سرش، سال دیگه مثل یارو رو میبرین. دست اول فرض رو قطع میکنید، اونجاشو قطع میکنید، تش قطع میکنید، نمیدونم زینب رو گذاشتن لای در، فاتی رو انگولک کردن، معصومه رو نمیدونم فشارش دادن، انقدر دیگه پرت و پلا گفتین که دیگه خودتون دارین تگری میزنید پرت و پلاتون. هر سال هم یه چرت پرتی آویزون میکنید به دوم این کثافت بازی اسلام. بدتون میاد همینه که من بهتون میگم، خوشتون میاد همینه. در زمان من، من در زمان جوانیام خدا وکیلی اینقدر جوک بر علی محمد و علی و حسن و حسین و تقی و نقی و فاتی و ماتی من نشنیده بودم که اینقدر از این جوانا دارم میشنوم. هنوز که هنوز بعضی از این جوکا میاد من واسه وحشت میگم بخونم، میگم یهو نکنه انترمنتر انکرمنکر که شب اول قبل مثلا بیاد یه چیزی بزنه به چچو چال من، چون هنوز من همون احمق اون چیزای احمقانه هنوز تو مغزم مونده، چون منم فیلمای چیزو دیدم دیگه، فیلم داشاکولو دیدم، فیلم پاشنه طلا دیدم، هنوز تو آب توبه ام، زن من میشی، من هنوز متاسفانه خب تا بخوام این میکروب از سرم بکشم بیرون خیلی داستان داره و وضع من هنوز زیاد قابل تیغ تراش نیست، تا من بخوام هنوز بفهمم صادق هدایت چی خواست به من بفهمونه 600 کفن پوسوندم، خودم اقرار میکنم. ولی این نسل جوان اینطوری دیگه نیست، این نسل جوان دیگه مثل نسل من نیست. آبجی کجایی؟ نه نه، اینا نسل مایکل بسکون و شلوارایی که میپوشن، لباسایی که میپوشن، آهنگایی که گوش میکنن، اینا یه نسلی هن که نسل اتم هن. اینا ولتون نمی کنن، هرچه بیشتر مقاومت کنید اینا بیشتر میکشنتون. شما یک راه این حالا از اینجا به بعد قشنگ گوش کنید آخوندا. شما آخوندا دو دسته اید، یه دسته تو تا خرخره تو لجن رفتی، آخوند دولتی شدی، آدم کشتید، مواد پخش کردی، تیر خلاص زدین، آدم لو دادی، تا خرخره رفتین تو لجن خمینی و خامنه‌ای، تا خرخره تو لجن خمینی هستی، جمهوری اسلامی هستی، بیرونم بیاید فایده نداره، اعدامی هستی، مثل علم الهدا و مثل خاتمی و مثل نمیدونم کروبی و مثل روحانی و مثل قاتل ابرام قاتل و فلان اینا. اینو تکلیفتون روشنه، مرده و زنده تونو میکشن ملت تو خیابونا، به اعدامم نمیرسید، یعنی به گله دارم نمیرید. قذافی رو یادتون میاد؟ خیلی شانس آورد که دوتا کلامم گفت، بابا منم قذافی پدر شما، شما به این جمله هم نمیرسید. سرنیزه رو چنان بهت فرو بکنه که تو دهنت بزنه بیرون. ببین که همون پاسداره، ببین که بهتون گفتم، خب به زن و بچه تونم رحم نمی کنه، راحتتون کنه. یه سری از شماها هنوز زیاد، نگفتم نه، زیاد آلوده نشدید. میشه با یه عفو عمومی آدمتون کرد، یعنی چجوری آدمتون کرد؟ لباساتون رو در بیارید، سربازی برید، مثل هر ایرانی زندگی کنید. این اجازه رو ما بهتون میدیم که مثل آدم، یعنی اون لباس کثیفه رو درید، چون بی‌ناموسه. شما یه لباسی پوشیدین که شما الان من تو خیابونای تهران راه برم، اصفهان، هر جا، من نمیدونم این آقا، این خانومی که الان داره میاد روبرو من، این پزشک، این معلم، این کارمند، این من نمیدونم کیه، ولی آخوند قشنگ مشخصه. دو نفر تو اون اجتماع معلومن، ارتشی و آخوند، دور از حضور نظامیان. نظامی لباسش مشخصه، آخوندم لباسش مشخصه، ولی دکتر با لباس پزشکی نمیاد تو خیابون، مهندس با کلا مهندسی نمیاد تو خیابون، قاضی با اون لباس قاضیگریش نمیاد تو خیابون. خب باید لباستون رو در بیارید که تو اون مملکت فقط ما یکی رو که نگاه کنیم بگیم این با همه فرق میکنه، اونم نظامیان، پلیس، ارتشی، ژاندارمری، هوایی، فقط همین. باید لباستون رو در بیارید، دندوناتون رو مسواک بزنید، برید تو آب زمزم قشنگ خودتون رو بشورید، توبه نامه همتون بنویسین، تو صف بشه تو صف احوال، اسامی درست حسابی رو خودتون بزنید، خامنه ای، خلخالی، شبستری، نمیدونم گلپایگانی، غلط زیادی کنی بی پدر و مادر، یه اسم و فامیل درست حسابی، اسم و فامیل ایرانی درست حسابی برای خودتون بزنید، بچه‌هاتون باید درس بخونن، آدم باید بشی، تا ما هم بتونیم یه فکر بکری به حالتون بکنیم و برید کارگری بکنید، بنزی سوادتون هم میتونید کار کنید، سواد داری میری درس میدی، نمیدونم هر چی، تو مدرسه هم بخواین برین، همه جا مواظبتتون میکنیم، چند نسلتون هم کنترل میکنیم،
چند نسلتان کن که نه تو مدرسه دوباره بگی نه قرآن و شریعت باید باشه. این حرف و دهنت در بیا همون تخت سیاه رو بهت فرو میکنی، پدر سگی بی پدر و مادر. راحت بهتون بگم بد بلای سرمون آوردید، شناسنامه‌مون رو باطل کردید، باطلتون میکنید، باطلتون میکنی. کاری کردید ما تو خارج از کشور بیم ظرف بشوریم، تازه ما شانس آوردیم بالای 800 هزار ایرانی رو تو زندان ها انداختیم، داری شکنجه میدید. همین الان بالای 30-40 تا بچه های مردم رو زدین دو مرتبه کشتی. پدر مادر اینا ولتون نمی کنن، اگه ولتون کنن خیلی بیغیرت هم. من اگه تو ایران پسر عموی پسر خاله پسر دایی همسایمون رو بکشیم ولتون نمی کنن. وای باری که میده هاشم رو بکشیم، وای باری که پدر مادر هم بکشیم، وای باری که بچه هم رو بکشیم، ولتون نمی کنن بی پدر و مادر. بنابراین یه چیزی یه آخوندی یه زری زده بالای منبر، من نمیدونم این پدر و مادر کیه. 4 دقیقه است، من متاسفم چون من باید برنامه امشبم باید به این شکل بره جایی. دوستم ندارید کانالو عوض کنید، دارم هم میگم فوش رو من ندیدا که بابا این چیه پخش میکنید، دمپره من نیادا، بذار من کارامو بکنم، من میدونم دارم چیکار میکنم. اینو من پخش میکنم، خوب ملت گوش کنید. آخوندی که این زرا رو زدی خوب گوش کن، وقتی گوش کردیم میام تا بهت میگم چرا متاسفانه مجبور شدم 4 دقیقه از مهمترین وقت تلویزیون ایران آری، مهمترین تلویزیون فارسی زبان رو که یک تلویزیون مبارزه، من متاسفانه 4 دقیقه بعد وقت اختصاص دادم به تو کسافت در بداغون بوگنی شپشوی نفهم بی سواد روز و خون. جناب مهندس شماره 1 رو لطف و مواد بفرمایید، بعد ببینیم چه خواهد شد. ما باید اعتراض کنیم به این وضعیت. مرام امیرالمومنین تو جامعه نیست، کسی هم گوشش بدهکار نیست. بعد نمیشه اینجوری ادامه داد، این ساده لوحیه، این معذرت میخوام خاک پای تک تکتون هستم، این حماقته، این خیانته که کسی همینجوری بره جلو. بعد عزیز من آخوند، من طلبه ها، کارم اینه که اگر ظلم دیدم، اگر ستم دیدم، صدام بلند شه. چقدر ساده لوحن بعضیا، اعتراض نمی کنی؟ میگن چرا اعتراض نمی کنی؟ شما ها اگه نبودید اون موقع اعتراض میکردید، به یه سر سوزن مشکل واکنش نشون میدادید، صداتون در می اومد، چرا دیگه اعتراض نمی کنید؟ ها چی شده؟ حالا که مال خودتونه، حالا که دور دور خودتونه، یه باشه واسه میگید خدا وکیلی منطقیه دیگه. بعد میای اعتراض میکنی میگم بابا اینم سوپاپه. عجب گرفتاریم به خدا. اگه میشه اکثر طلبه ها مردمن، حالا درسته بعضی ها میان، خودم رو نمیگم، بزرگواری میکنن و میگن مردم مردم، بابا خودش مردمه، من این 5 میلیون حقوق مردم نیست، مگه هیچ جایی وصل نیست، از هیچ ارگانی حقوق نمیگیره، این بدبخت فقط داره داد میزنه فریاد میزنه، 4 تا تذکرم به اون میدن به تو نمیدن، مگه این مردم نیست؟ من غلط کنم خدا از من نگذره اگر یک دقیقه همراهی با کسانی بکنم که خون مردم رو تو شیشه کردن، لال بشم اگر من یک ثانیه فکر کنم که بشه یه جایی این کارو کرد. ببین نکن این کارو، به خدا نگاه کن ببین چجوری زندگی از سکه افتاده، چقدر آدم ها راحت میمیرن. چرا سیر نمیشی؟ بسته دیگه، خسته شدیم برای اینجا سا، بسته دیگه، ما خسته نشدیم، خودت خسته نشدی؟ خب یه وقتی هم بذار اینا رو استفاده کنی، برای کی برای کی داری جمع میکنی؟ امیرالمومنین علیه السلام اگر نهج البلاغه نبود تو این فضا نمیخوندم، ببخشید. حضرت با یه دست خسیسینش از یه جا عبور میکرد، دید یه کسی اومده کار خرابی کرده رفته. یک بار تو نهج البلاغه هم همچی فضایی دیده میشه. حضرت سوال کرد ازشون که این چیه؟ گفتن که آقا بعد بابا ولش کن، حالا یکی اومده یه قضای حاجتی کرده. حضرت دوباره پرسید که این چی؟ بعضی جواب بردن زباله. گفتن آقا خجالت کشیدن نگفت. حضرت فرمود باشه شما نمیگید من میگم، میدونید این چیه؟ هازا ما کنتم تتنافسون فیه بالامس، این همون چیزیست که دیروز برای به دست آوردنش سر و دست میشکستید، امروز این شده، خجالت میکشید بگید. تمام دنیاتون همینه، تمام دنیاتون همینه،
برای این دنیای متاع قلیلت که سقف و کفش خیلی فاصله از هم نداره، آبروی دین و ایمانو بردی، مردم از اصل دین زده شدن، از اصل دین ناامید شدن، متنفر از اصل نهاد دین شدن به خاطر توی کسافت. حالیشون نیست اینا اصلا، دست بر نمیدارن. انشاءالله این روز نیاد، انشاءالله این روز هیچ وقت نیاد. ولی ببین اون عزیزی که خطابش کردم اینجور، یا این که متوقف میکنی این کسافتکاریاتون، برمیگردن مردم بدین به امام حسین، باز دوباره تا پله های مسجد النبی انشاءالله پر جمعیت میشه، یا این که با همین فرمون میری جلو، هممونو میشورن میبرن. ببین کی بهت گفتم دمشون گرم اونایی هم که این کارو میکنن، اما چون آدم هم خر که نیستن باید بفهمن آقا اینا بسشون. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب آخوند گردن کلوف، من اون جماعت نیستم که اونجا نشستم، من مثل بعضی هم نیستم تو دنیاهای مجازی. تو اومدی دو مرتبه یک رنگ و لعابی بدی به اسلام، خب ممر لولو برد. فکر این که اسلام در ایران بمونه رو فراموش کنید، چون اساسا ما ایرونی ها شماها رو نماینده اسلام میدونی. شما آخوندهای کسافت به عنوان نماینده اسلام ما رو کشتید، یعنی منی که الان زندم منم در از مردم. چه زندگی؟ چون من از صبح خواب بلند میشم، نفس میکشم، یه چیزی میخورم، سر کار میرم، دارم مثلا دارم راه میرم، این اسمش زندگی نیست. این زندگی نیست. زندگی اینه که پیش فک و فامیلت باشی، آخر هفته بری بیرون، بری کافه، بری کاباره، با رفیقات بری نمیدونم استودیوم، زندگی کنی، تفریح کنی. من به دنیا نیومدم فقط مثل حیوان بلند شم، بخورم، برم سر کار، بیام خرید کنم، بخوابم و همین کارو بکنم. همین کار ادامه داشته باشه، ولی اینکه اصلا خانواده دار باشم، ولی من زندگی نکنم. ملت زندگی نمی کنه. ما شماها رو عامل قتل خودمون میدونیم. کسی که کسی رو بکشه برادر کشی شما را انداختی. بین ما ایرانی ها و شما آخونده اقیانوسی از خونه. پس تو نمیتونی بری بالا منبر مردش رو اون گردنته ببرن که با تبرم قتل نمیشه. حتی ما قطعش میکنیم، دست به قطع کردنمون گوده گوده. تو اومدی دو مرتبه، چون من میدونم وزارت اطلاعاتتون اون اتاقای فکرتون چجوری شما رو پخش میکنه. تو خیال نکن مثلا ما انقدر بیشعوریم که خیال میکنی مثلا تو خیلی آدم با جیگری رفتی بالا این زرار رو بزنی. اصلا و ابدا، همش بازیه. یه عدتون برید این زرار رو بزنید که یه عده ملتی که هنوز وابستگی‌های فکری به اسلام داره به که آره بابا اینا به خدا مسلمان نیستن، اسلام این نیست، بابا اسلام دین رعوفیه، دین خیلی بدجوری زیر لحافی داره و ماچبازی داره توش. اصلا و ابدا. چرا مومن؟ مگه تو آخون نیستی؟ چرا؟ مگه تو الان آخون نبودی این حرف رو زدی؟ چرا؟ مگه تو مسلمان نیستی؟ چرا؟ مگه تو شیعه نیستی؟ چرا؟ خیلی جناب مهندس شماره دو و سه رو با هم دو رو پخش کنید، اول تمنام اول شماره دو رو پخش کنید، هم پیش خودت، هم دین و آیین خودت، هم لباس خودت. جناب مهندس تمنا میکنم. که میشنون معمولاً هم ور اونور بیان میشه، خدا کنه میشنون اینو بدانند. ایشون هنوز به قررش در نیمده، اگر به قررش در بیاد پدر صاحب بچه تونو در میاره. اینجوری فکر نکنید که هست، شما هر غلطی دلتون میخواد بکنه. حلم و بردباری نایب امام زمان هم اندازه‌ای داره، و اگر به قررش در بیاد دیگه اون موقع است که مثل جد بزرگوارش امیرالمومنین، اون موقع است که ببینید که اون خصلت امیرالمومنین که خون امیرالمومنین در رگهای ایشون هست، اون موقع خواهید دید هم اسمش اسم امیرالمومنینه علی هست، و هم اون خصلت در ایشون اون موقع خواهید فهمید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی آخوند، دیدی
مگه راجب مولای متفقی مگه نگفتی که رفت نجاست اونجا دید و اون داستانی که تعریف کردی؟ خب ما هم میگیم به به باری که آره حرف تو درسته. الان این چی داره میگه راجب همون متفقی؟ راجب اون یارو علیه داره چی میگه؟ ما کدومتون رو باور کنیم؟ پدر سوخته ها 1400 سال این بلا رو سر ما آورده. 1400 ساله به سگ میگی بدو، به تازی میگی بگیرش، به گربه میگی بدو، به سگ میگی بگیرش. 1400 ساله اون میره بالای منبر میگه آقا اینقدر به این دین مبین شاخ و برگ ندی، منو نشون ندی، جمعیتو نشون بدین. همون بیناموس بنی سگ، دور از جون سگ، اونم از اون مسلمونای دو آتیشه بود، شریعتیتونم مسلمون بود، نمیتونی که منکر بشی. همین کدیورتون مگه نیست اومده پل هوایی بزنه بین اسلام و تمدن؟ ها خمینیتون هم مسلمون بود، ما چیتون رو باور کنیم؟ بالاخره اون علیتون بالاخره 7000 نفر و 700 نفر رو در یه روز در کوفه گردن زده یا نزده؟ امامتون گفت، همونی که نونگوش دومتون بری بشینی رو بالای منبر 40 ساله دارید مفت میخورید، مگه خودش نگفت؟ گفت مولای متفقین امر به معروف میکرد، نهی به منکر میکرد، در یک روز 700 تا را گردن زد، 700 نفرش حلاق زد، 700 خودش گفت مردی که این روانی لوادکار. اگر آدم کش بوده پس به حرفی با هم نداریم، اگه مهربون بوده به گور پدرتون میخندید تو خیابونای مملکت با تیربار بچه های مردم رو به رگبار میبندید، به گور پدرتون میخندید 800 هزار ایرانی میزید تو زندان ها، به گور پدرتون میخندید 22 میلیارد دلار ذخیره ارزی دوران شاهنشاه آریامه رو هپولی میکنید میدید مسجد تو عراق و سوریه و لبنان و پول میدید به فلسطین، به گور پدرتون میخندید موشک میفرستین به روی اسرائیلیا. ما چه دشمنی با اسرائیل داریم؟ بیناموسای کشور دوستو با ما کردین دشمن. چرا؟ چرا کشور اسرائیل که دوست من بوده شده دشمن من؟ سوریه که دشمن من بوده به ظاهر حال اومده شده دوست من که پول ما بریم بریزیم اونجا؟ به من چه مربوطه تو سوریه چه خبره؟ به من چه مربوطه جوون مملکت منو میبرین تو سوریه بکشتن میدی؟ جوونی که میتونست تو اون مملکت یه روزی پزشک بشه، یه روزی ورزشکار بشه، یه روزی یه چیزی بشه بر کشورش، چرا جوون مملکت منو میفرستین رو مینای صدام حسین؟ چرا بین ما ایرانی‌ها اینقدر اختلاف میندازید؟ چرا من باید بیام بگم ملت بزنید چک و پک پاسدار رو بسیجی برین چلو چشاشون؟ پاسدار رو بسیجی مگه بچهای مملکت نیستن؟ چرا بین ما تفرقه انداختین؟ بی ناموسا، همون شعاری که همون علیتون داد، بعد اومدید میگید ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، اینا رو بریم واسه ننتون تعریف کنید. کجا ملت ایران همچین مزخرفی رو گفت؟ اگر ملت ایران هم بین شماها دعوان داشت فقط به خاطر حفظ کشورش بود که شیعه و سنی رو انداخت. بی شرفای دوست، پدر پدر سوختتون رو در میارید. جناب مهندس شماره 3 رو لطفاً باید بفرمایید. همتون دوستید، همتون آدم کشی، هر روز داره گند دختراتون و نواهاتون خارج از کشور در میاد. یه فیلم برای ما آماده، ببخشید شرم حضور دارم نمیتونم نشون بدم. نوه میر سلیم نمیدونم چی، ماشاءالله هزار ماشاءالله، بوجورا کنار دریا، لوندی به چپ لوندی به راست، چه حالی داره به همه جاش میده. چرا که نه، پول ملت ایران عشق تو تگزاس تو امریکا هستش. حتی تو کانال خواستم بزنم خدایش دروغ، چرا خجالت کشید؟ این چه تن و بدنی، چه حالی به خودش داده دیگه. اصلا آدم اینو میبینه دیگه حالی واسه آدم میمونه نبود، احوالی به آدم میمونه نبه. بعد زن مملکت من و خواهر من و مادر من و ناموس من و تو مملکت بپیچونید لای اون یارو چیزه چادره، بعد فک و فامیل خود بیا خارج از کشور عشق و حال بکنه؟ این تو عمری، اون تو عمری نیست، مرده و زنده تون میارین جلوی چشاتون. ملت رحم بهشون نکنید، کوکتل مولوتوف هم کمه بهتون گفتم، امونشون ندید دیگه، تمومش کنید دیگه، تمومشون کنید ملت دیگه، تمومشون کنید، رحم نکنید بهشون. کشورتون رو بگیرید تا یه ما دیگه ایران رو باز پس بگیرید، دارم بهتون میگم. جناب مهندس تمنا میکنم شماره 3 رو دومم. نباید خیلی اصرار داشته باشن در بعضی چیزا. به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی درباره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟ من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره.
اکثریت قریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست. اینجوری اومدم بی به خدا اومدم بیرون گفتم چی شده؟ مگه بهت نمیگم نگردار این چه وضعش و اینا؟ گفتم آقا چی شده؟ صدای موزیکت بلند بوده. گفتم آقا من از آموزشگاه در اومدم، من مدرسه تدریس میکنم. منم اینجوری هم. بشین تو ماشین، بشین تو ماشین، منم با تو میام، دارم با من مصاحبه میکنم، به زودی پخش میشه. پشت صحنه ایشون هم از اینجا. خانواده مامانم همه شو معجب است. اصلا من بگم مثلا نوه یکی هم چرا خودتون چرا بگو نمیتونم بگم. بعد نوه یه مثلا آیت الله، آیت الله این آره نوه یه آیت الله، یه آیت الله آره. من خودم از این موضوع فرار کردم، یعنی از موضوع حجاب، که نه حجابی که مثلا من میگم آقا بذاری من راحت زندگی کنم، این افتاد افتاد. خب دیگه ببین اینو پوشیدم، این یقم مثلا اینجام دیده میشه، گیر نده، نگو بیا بریم کلانتری. آه ببین جمهوری اسلامی میگه که شبنم ما اینجا فرهنگ اسلامی داریم، فرهنگ ایرانی داریم. اوکی. فرهنگ اسلامیمون هم میگه که باید بپوشونی. ما هم احترام قائلیم. چرا احترام قائلیم دیگه زدیم بیرون دیگه. ما این همه مدت احترام قائل شدیم، 60 بار رفتیم کلانتری دیگه، چند تا تعهد هم داریم. کلانتری یعنی میشه توقع داشت بعد اینکه همه شبنم‌ها رو بردن کلانتری و اونجا ازشون تعهد گرفتن و متوجهشون کردن که دارن کار بدی میکنند، همون اتفاق مطلوبه بیفته؟ نمیدونم اون اتفاق مطلوبه دقیقاً چیه. مثلا اینکه همه شبنم‌ها دیگه به این نتیجه میرسن که مانتوشون مرتب و منظم باشه، دیگه آرایش غلیظ نکنند. اون اتفاق مطلوبه حالا هرچی هست راهش از کلانتری میگذره؟ سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. همین دختره کسافت داره دروغ میگه، همین مرکه داره دروغ میگه، همش سیابازی، همش پدرسوخته بازی. پول شما ملت رو آوردن خارج از کشور، برید ببینید چه مایوهایی میپوشن، برید ببینید چه حالی دارن با خودشون، چه لذتی داره از خورشید میکنه و از آب گرم و از آب نمک و حال هر شبشون به را. اون یارو چیچه بود از در دیوار سفارت کشید بالا، معصومه چیچی بود، ابتکار. بچه‌هاش میرن تو امریکا سیتیزن، نمیدونم گرین کارت، حال عشق و حال. این شده مهندس کامپیوتر، اون شده پزشک، اون شده فلان. همینا فردا میشن کنفدراسیونی. اینا رو امریکا و چپ جهان، اینا رو بچه‌هاش رو نمیرسه خارج از کشور، میگه اینا رو هم بفرست بیا. انگلیس برای ما نقشه هزار ساله کشیده. حالا یه پرسم با بچه‌ها و نواها اینا، با همین تنلش این دختره رو با اون فکش، حالا یه پرسم باید با اینا بریم منبر داستان داریم؟ حالا باید با معصوم قومی ها، آقای عبادی ها و شرماور ها، اکبر پونس ها، با اون که 123 میلیارد دزدید ها، حالا باید با این بیناموس ها بریم منبر ها؟ خیلی داستان داریم. خودتون رو آماده کنید ها برای یک نبرد خیلی بدجوری طولانی ها. خیال نکنید تموم شد الازد اومد کشور رو، این ور دلم اوفه اینا، اون ور دلم شوته اینا، تموم شده رفت. نه بالام جان، خیلی داستان داریم. تا اون مملکت شود برگردیم به 57، تا اون مملکت بخواد مملکت بشه دل گوساله آب میشه. آره بابام جان، آخوند دیدی همکشه تو؟ دیدی مکارم شیرازی رو؟ دیدی حساب بانکیشو؟ دیدی نوشو؟ بقیتون هم همینید. خب حالا بریم سر بچه های خودمون. جناب مهندس 4 و 5 لطف و مواد بفرمه. Abu Bayat Kofesh, 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 Abu Bayat Kofesh,
باید گم بشه. روحدار تش بشه. آخون باید گم بشه. روحدار تش بشه. آخون باید گم بشه. حیا کن مملکت و رها کن. رئیسی 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 حیا کن مملکت و رها کن. سون حمله به حوزه علمیه بیستو بنده خدا چیکار کردن از اینو میکنید؟ دارم فیلم میگیرم. سلام، ۲۵۲۴۰۱ ساعت ۹ شب میدان ابوذر نهاوند جو به شدت امنیتیه، طرف دارن مردم همه جمع شدن، مامورام یکی و بالا پشتگونی به سر بچه ده ۱۲ ساله رو گرفتن بردن. سپاس از شما جامعه آسیا شگرامی.
اول اسامی بچه ها رو من بگم. به یاد استاد زنده یاد رضاخان فاضلی، روان شاد، روان شاد، روان شاد، $100 سپاس از شما، لطف محبت کردید. آقا سیروس از لندن $50 با جاوید شاد، سپاس از شما آقا سیروس عزیز. بانو فری میم هم لطف کردن $30 سپاس از سرکار بانو فری میم، لطف کردید. سرکار بانو مونی رو آقا خسروی گل از تورنتو هم رزمان عزیز ما $100، خیلی ازتون سپاسگزارم. و نوه دو بزرگوار سارا و کوروش عزیزم $40، دستتون درد نکنه. آقای امین $150 با جاوید شاه، بی نهایت سپاس از لطف و محبت شما. و مهین شاه هم با درود به رضا شاه دوم پهلوی سوم $47، میهن شاه عوض میخوام، میهن شاه $47، دستتون درد نکنه بچه ها، زنگ بزنی، خیلی ازتون ممنونم. آخوند دیدی؟ بیاین فرض کنیم موضوع سیاسی نیست، که هست، خودتونم میدونید گرانی بهانه است، کل رژیم نشان است. ولی بیاین فرض کنیم سیاسی نیست، مردم واسه شیکمشون من تو خبون، این که دیگه نمیتونید منکرش بشید، این که دیگه نمیتونید بهت بگید که مردم سیرن. خودت هم بالا منبر گفتی پاسخ ملت گرسنه گلوله است که با تیربار رو بذاری روی وانت بیناموس بی پدر و مادر. مگه عراق به ما حمله کرده؟ بعد یه مش بچه ساده روستایی رو بهشون اسلحه بدی و یه لباس چریکی تنشون بکنی، کلاشو بدی دستش، بگی بزن، مستقیم بزن. بعد این ملت هنوز بیاد با سنگ با تو مبارزه کنه، هنوز بیاد به شما بگه ولش کن ولش کن. اون مرد نگونبخت و اونطوری با اون باتوم که یک دونه از اونو رو سر فیل بخوره دیگه بلند نمیشه. من موندم این مرد اصلا چجوری بلند شد، اصلا زنده مونده یا نه، که تمام عقدت و اونطوری با اون ضربه بی شرف اونو از دستت بگیرن یه دونه به خودت بزنن، طاقت داری؟ آره؟ بعد ما بیایم به شما بگیم همچنان، بیایم به شما بگیم بدور از خشونت؟ آره؟ همچنان بیایم به شما بگیم بیایم بشینیم با ما گفتگو کنید، بازگردید به سوی ملت ایران؟ همچنان بیایم به شما بگیم برادر ارتشی، نمیدونم نیروی انتظامی، حمایت، حمایت؟ یعنی من اینقدر باید گوگل باشم تو خیابونی شعارا واسه شما بدم؟ آره؟ تویی که رسما لوله اسلحه رو مستقیم به طرف من گرفتی، من بیام گل میخک بکنم تو لوله اسلحه تو؟ اگر در سال 57 گل میخک کردن تو لوله جسه ارتشی ها توی خیابونا به خاطری که اون ملت میدونست اون ارتش آدم کش نیست، میدونست که گلوله از توی لوله جسه اون ارتشی نمیاد به سمت ملت و نیومد، و خودتونم میدونید همش دروغ و چاخان پاخان بود، خودتونم میدونید از داخل جمعیت داشتید میزدید مثل 17 شهریور و خیلی جنگولک بازی های دیگه. ولی امروز اسلحه رو مستقیم به سوی ملت ایران گرفتید، بعد وزارت امور خارجه امریکا بیاد بشینه بگه که ما محکوم میکنیم. چی رو محکوم میکنی؟ از یه طرف پول از زیر میزی واسه حاج حسین اوباما میرسونه و باند کلینتون میفرسته و این رو مرکز جوفروش روانی میفرسته، بعد از یه طرف میگی محکوم میکنی، بعد بیاین تو دنیاهای مجازی پخش کنی آقا رویترز دیدین چی گفته، خیلی بدجوری حمایت کرده از شاهزاده، رویترز به گور پدرش خندیده، اون بنگاه لجن پراکنی انگلیسی که از همین الان بخوای مورو بزنین مسجد که ملت اومده تو خیابون خون داده. حداقل چهار سال اگه نگیم 43 سال، 4 سال ملت ایران تو خیابونا داره میگه جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاد، نمیدونم رضا پهلوی رو شعار ملی، که فردا بگن که کمونیستا و مصدقه تریاکی ایران برباده، دو مرتبه بگن آقا دیدین انگلیسا پسرشو برگردون فوته اینا، ما خودمون دیگه مار خوردیم عفی شدیم، ما خودمون قورباغه رو رنگ میکنیم دیگه به جای فولکس واگن میفروشیم، ما هم مثل شما ها پدر سوخته شدیم که قناری رو به جای گنجش کن رنگ کردیم به جای قناری ما فروختین، یک کسافت بی سواد و ورداشین آوردین تو ایران، مردی که تو عمرش سوار طیاره نشده بود آوردینش ایران به عنوان امام 13 خر دجال تو خیابونای دولت شاهنشاه ایران را انداختین، خر باباتون رویترز به گور پدرش میخند اصلا دهن واز انگلیس دهنت به من کسافت غلط میکنی تو راجع به ایران دخالت میکنی،
43 سال یه مش بیمار روانی رو به ملت ایران تحمیل کردین، صبح تا شب دارن ما رو میکشن. پاکترین فرزندان اون مملکت به جوخهای اعدام سپردن به دستور شخص MI6، به دستور شما بود. طویله شماره 10 این بلا رو سر ما آورد. اون ولیعت پیر کثافتتون به چه دلیلی به بهانه زلزله تبس پاشد رفت که پیام MI6 رو بزنه کف دست محمد گارچی؟ خر خودتونی. شاه مملکت منو با 60 سال سن بردنش تو پاناما دخلش آوردین، بعد این زنه که 90 و خورده سالش سن و سالت با حضرت عیسی تو یه کلاس بوده، هنوز داره نفس میره واسه جشن تولد میگیرن. اونطور کسی جرئت نمیکنه به اینا بگه، چون انگلیس کاری کرده تو دنیا، همه سگ ازش میترسن. پخ نیستین که ما ازتون بترسیم. ما نوادگان رضا شاهیم. سها جناب مهندس لطفا موبت بفهم شماره 7 وزارت امور خارجه امریکا چرا نشون نمیده CNN؟ چرا نشون نمیده تلویزیون و تویله هاتون؟ چرا نشون نمیدید کشتار ملت ایرانو؟ مگه قرار نبود اینترنت بدین به ملت ایران؟ چی شو؟ دروغ میگه. این جمهوری اشغالگر اسلامی بازی خودتونه، آخونده بازی شما که توسط آخونده باج بگیرید از عرب. خدا میلیارد تا حالا باج گرفتین از عربا به خاطر شیعیان جمهوری اسلامی. اینا رو آوردین که این برار سر افغانستان بیارین، این برار سر پاکستان بیارین، اینا رو آوردین بتونید جیب عربستان سعودی رو بزنید، اینا رو آوردین که بتونید هنگ کنگ که پس دادید به چینیا، که میدونستید چین زورش میرسه و هنگ کنگ ازتون میگیره، میدونستین چین زورش میرسه ماکاو رو ازتون میگیره که فاحشه خوناتون تو دبی یا ابوظبی رو بندازی. خر باباتونه. کاری کردید که کووید زیب دهنش کشیده، جرئت نمیکنه نفس بکشه. قرارداد 60-40 که به نفع بی پی بود، 60 واسه بی پی 40 واسه کووید، امروز کردنش به 30-70 و اونم میگه که الان درستن. من غلط بکنم آن درستان رو باشم، کور که نبودم، دیدم چه بلای سر شاه بهترین رفیقتون آوردی. خودتون به ستان گفتی برو به کووید حمله کن، خودتون گفتی خزانه‌شو برو از با 7 تا هلیکوپتر بکش از زیر خاک بکش بر بیرون، خودتون این بلاها رو سر منطقه آوردین، خودتون به جمهوری اسلامی میگی برو به حوثی ها کمک کن، خودتون داعش درست میکنی، خودتون پشت بن لادن ایستادین. مگه برژنسکی نیومد یه پاشو گذاشت سر مرز پاکستان، یه لنگش توی مرز افغانستان بود، کلاشنیکوف رو گرفت، گفت مجاهدین نمیذارن که اسلام صدای الله اکبر در افغانستان خاموش بشه و جنگ مذهبی رو انداختی؟ کی را انداخت؟ کی همین اوکراین رو به این روز انداخته؟ کی بازی را انداخته؟ کی میگه سوئد و فنلاند باید بیان توی ناتو؟ به چه دلیلی سوئد و فنلاند باید بیان تو ناتو؟ به خاطر اینکه روسا رو میخواین تحریک کنین، به خاطر اینکه میخواین بکشینش تو اون بازی که شماها دوست دارین. من میدونم، شماها میدونید که ما میدونیم که چه بازی اونجا دارین را میندازین. شماها میدونید، منم میدونم که اون مرد که نه لاوروفش نه خود پوتینش نه هیچ کدوم از اون ژنرالای دوزارش جرأت جنگ جهانی ندارن. شما دارید از چهره میسازید تو دنیا که بشه مثل هیتلر که بتونید تک و پوزو شکل کنید. شما همون نقشه رو دارید که در سال 1990 نقشه‌شو کشیده بودین، یعنی تکه 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 کردن روسیه. امیدوارم البته در این راه موفق باشین، چون من یکی از آرزوهام اینه که این روسیه تیکه دیگه بشه، چون من از دشمنان روسیه هستم. ولی خیال نکنید ما گاگولیم، خیال نکنید من نمیدونم تو ترکیه چه خبره، خیال نکنید ما نمیدونیم اردوغان کی سر کار بود، خیال نکنید ما نمیدونیم اون شب جریان کودتا تو استانبول چی بود. کدوم کودتا؟ کدوم چرت و پرت؟ جمع کنید کاسه گوزتون رو، بس دیگه. انقدر جنگکاری تو بالا اومده که من چهار کلاس اکابرم فهمیدم منشه امیر رو برای چی علم کردین. بی خیال بابا، اینا خیال میکنن که همه مثل ملت خودش گاگولن، انقدر بهشون چی مکدونالدز چی گوشت سگ گوشت چی انقدر دادن خوردن همهشون خنگ شدن. خنگ جد و آبادتونه. اون موقع که ما خیامو داشتیم شماها داشتین تمرندی میلیسیدین. چرا ما شما را 7 لوتو موعد بفرمه؟ دراز بکش. بیشتر از 10 نفر رو زدن. یه نفر کشته دادی. دو نفر کشته. بیشتر از 10 نفر رو تیر زدن. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. کجا بود اینجا؟ اینجا مگه ایران نبود؟ 24 ساعت نیست؟ چرا باید بزنن جوان مملکت من اینجوری لتو پار کنن؟
بعد همین حرفایی که من نمیشب میذارم، همین حرفا رو بزنید تو یوتیوب، یوتیوب بلاک میکنه. چرا؟ چون حرف حقیقته. این حرفا رو نباید بزنید، اینا تو دنیا کفره. اد نعوذ بالله، تو حق نداری، تو فقط حق داری، آزادی بیان هست، آزادی بعد بیان نیست. چرت پرت میگن تو دنیا. اون یکی بچه مجسمه گوشه اونجا، مجسمه آزادی، اون یکی برج کفتر گوشه تو پاریس، برج نمیدونم ایفل، اون یکی برج ساعت گوشه، اون یکی اومده برج زهرمار گذاشته، هر کی اومده واسه خوش یه برج گذاشته. کدوم برج؟ اون برجاتون با خون ملت‌های جهان اونجوری علم شده. خودتون چراغ سبز دادین فیدل کاسترو، خودتون کره رو به دو قسمت تقسیم کردین، خودتون ویتنامو به دو قسمت تقسیم کردین، خودتون خط کشیدین رو آلمان، خودتون بلوک شرق و غرب رو انداختین، همش پدر سوخته بازی خودتونه، پدر سوخته ها. و یعنی شاه چه هیزم تری به شما فروخته بود؟ شاه چی گفته بود که در این دنیا غیر منطقی بود؟ میگه آقا هر چی میخواین به من بفروشین بفروشین، لازم باشه میخرم، پولشام بهتون میدم، منم یه وسایلی دارم میخوام بفروشم. نه، تو بعد نفتتو به من بدی $2، من بنزی که به تو میدادم $6 رو بعد بدم بدم $60 بعدم بخری. اگه نخریدی ملتتو میگیزم تو خیابون، میگن تا تو کفن نشی وطن وطن نشی، بعد ما تو رو کفنت میکنیم. چرا؟ چون ما همه جا جاسوس داریم. ما فردوستو از 1300 قبل از 1320 تا موقعی که رفته تو سوئیس درس خوندی دیده، اونم واسط فرستادی از اونجا داره آمار برای ما میفرسته تا سال 57. تا کجا ما دیگه جاسوس گذاشتیم بغل گوشه؟ از تو خیال کردی سریا علکی بود؟ گفتم اینم فقط نگفته بودم اینم بگم. جناب مهندس شماره 8 دولتون مواد فرمی باری کلا به بچه تو اتریش. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین به بچهای اتریش، باری کلا آفرین. با عکس اعلیحضرت، با شعار جاوید شاه، با سرود شاهنشاهی. ما شناسنامه داریم، نترسید از غربیا، هیچی نمیشه. میخوان چی کارمون کنن؟ میخوان بکشن، بکشن، بکشن. خیلی راحت. آقا این چه زندگی ما داریم؟ کشور من بالاترین ذخایر نفت و گاز تو جهان داره. بابا من که اسمم بنگلادش نیست که فقط تو مملکتم پهن باشه. من که سریلانکا نیستم که بشینم کنار خیابون شپشامو بشمارم. من که کل قاره آفریقا نیستم که از صبح داشتم دنبال قورباغه و سوسک و مارمولک بدوام. بابا من که مکزیکی نیستم، من که گواتمالایی نیستم، بچه هامونو ببندیم به دور شکممون همش از کوه بزه بز بکشیم بریم بالا. من که برزیلی و آرژانتینی نیستم که پا برهنه به دنیا بیام پا برهنه بمیرم. من که هندی نیستم تو خیابون متولد بشم، تو خیابون زندگی کنم، تو خیابونم بمیرم. بابا من که ژاپنی و چینی نیستم که هرچی میدوله بخورم. من که مال مالزی و اندونزی نیستم که تو جنگل زندگی کنم از صبح تا شب مشکلم فقط مالاریا باشه. من که استرالیایی و نیوزیلندی نیستم که بی‌شناسنامه باشم با قایق و بلند بیام اونجا کشور مردم اشغال کنم، قاره مردم اشغال کنم. من که اروپایی بی‌شناسنامه نیستم که معلوم نیست کی با کی رفته سان فرانسیسکو، مثلا جرمن چی اصلا کجاشون اینا در آوردن، وایکینگ ها چی هستن، ساکسون ها اینا اصلا کی جملاتو در آورده، یه مش وحشیان اینا. من که رومی نیستم که صدای سم اسبان بره به اورشلیم به خاک و خون بکشه. ما کجا رو به خاک و خون کشیدیم؟ ما به کی ظلم کردیم تو این دنیا؟ به کی؟ آقا یه قوم قبیله تو این دنیا بیاد بگه پارسا ایرانی‌ها با ما ظلم کردن. کیا؟ به فنقیا ظلم کردیم، به بابلیان کردیم، به آشوریان کردیم، به کلدانیان کردیم، به یهودیا کردیم. به کی ما ظلم کردیم؟ زورمون هم میرسید که ظلم کنیم.
ما به کی ظلم کردیم؟ ما به جز خوبی تو این دنیا چه کار خلافی از اون سر زده؟ آها، پس ما باید مثل شما در بداخون بشیم، ما باید مثل شماها لاشخور بشیم. ای والا بگرد تا بگردیم، حالا لاشخوری رو بهتون نشون، حالا لاتبازی رو بهتون نشون میدیم، حالا لاتبازی رو بهتون نشون میدیم. اشتباه خدایگان این بود که خیال کرد شماها آدمید و آدمونه باهاتون برخورد میکرد. نه، اشتباه اعلیحضرت این بود که با شما پوکر روباز بازی کرد. نه، اشتباه بود، باید آسو میذاشت لای آسینش. وقتی اتم را مینداخت اون موقع آسو میزد زمین، میگه حالا اگه جرات نمی دست به پهلوی بزنی. اشتباه اون خدا بیامرز این بود، خیلی محبت داشت. اشتباه رضا شاه دوم پهلوی سوم این بود که خیال میکرد شماها آدمی، با مثل آدم باهاتون حرف میزد. نه دیگه، اعلیحضرت رو گروگان گرفتین، تعارف که نداریم که، پادشاه مملکت منو به گروگان گرفتین. خیلی خوب، ما رو که نتونستین به گروگان بگیری، حد بارش که ما رو بکشین. خب بکشین، ولی ملت بزنیم ما حرفمون رو بزنیم، ملت گوش کنه به حرفای ما. ما جونمون کف دستمون گشتیم، شما جونتون کف دستتون گشتید تو خیابون، پاسدارای خامنه ای و علی شیری شما رو میکشن، ما جونمون کف دستمون گشتیم تو خارج از کشور، حزب الله هاشون با چراغ سبز اروپایی ما رو بکشن، ولی به جهنم بزنیم حرفمون رو بزنیم، بزنیم پیامو به شماها بدیم، ملت تمومشون کنید، دنیا نمیذاره اینا برن، مردشون قیافتونو ببرن تو تهران، که تا اون طویله بلند نشه اون مملکت نشه بلند، که بچه های تهران غیرت کنی. خوزستان به خاک و خون کشیده شد، شهر کرد به خاک و خون کشیدن، ایر بختیاری به خاک و خون کشیدن، بچه ایر بختیاری از ایر خاک در بیارید، بسه دیگه. بچه های استان فارس، بچه های کازرون، بچه های اصفهان، آذربایجان که آب بردتش، غیرتی یختی، بخاری هم یختی. رضا فرنود لطف موبت کرد، آقا رضا دست درد نکن. آقا رضا فرنود $50 سپاس از لطف موبتت. با جاویدجا دیوید میم $150 دست درد نکن. آقا دیوید میم، مرد یه بار شیون یه بار، دمت گرم، زنده باشی، ممنونم از پیام. آقا سعیدم از آلمان $10 دست درد نکنه. بانو شوره مین $30 سپاس از شما بانو شوره، لطف کردی. و بانو شوکت هم $10 دست درد نکنه بانو شوره. این همه ورزشکار، این همه هنرپیشه، این همه خواننده، خاک بر اون سر بی غیرتتون. همشون خائن، همشون وابسته. من از مهران و مدیری توقع ندارم، من از مهناز افشار توقع ندارم. اون باید بشینه بغرض ابی و ابوی و اینا بره بشینه عکس بگیره پیش اون جک و جونورای اینا رو، حمید پاهنداز اون دخترای دبی اون کارای خانه عفافی و این داره میچره واسه خودش، مأمور چریدنه. یا اون یکی که میگه حال دلت چطوره، و اون یکی که میگه نمیدونم حال اونجا چطوره، و اون یکی که عینک زده بود شوفرش بغل دستشه و راهنما بود، نمیدونم چوسنما بود، کی بود اون یارو. من از پرویز مارمولای توقع ندارم، من از بچه های علی دایی و اینا توقعی از اونا ندارم. مامورن اینا کارشون میکنن، صدقه سر رژیم به همه چم رسیده. ولی بچه هایی که با اینا در ارتباط نیستین دهن وا کنی. آخه پرسپولیسیا، تاجیا، بچه های تیم های دیگه، زباهن، سپاهان، ابو مسلم، تراکتور سازی، خجالت نمیکشین بچه های صنعت نفت و بچه های نیرو اهواز رو دارن به خاک و خون میکشن؟ شما چجوری روتون میشه دو مرتبه تو آریامر برین واسه با اینا فوتبال بازی کنی؟ آخه تو به عنوان بچه پرسپولیس تو چجوری روت میشه بری واسه جلو صنعت نفتی که خوزستان رو به خاک و خون کشیدن بری واسه فوتبال بازی کنی، دو تا کاپیتان رو با هم دست بدین؟ خجالت نمیکشین شما بی غیرتا؟ واسه خاطر چی؟ واسه خاطر یه فوتبال، واسه خاطر یه اسم تو پرسپولیس، واسه خاطر اینکه کوچه‌وار تیم ملی واسه بدوزن که سر از قطر در بیاد؟ تازه قطر هم رفت، جام جهانی رفت، چه پخی می‌خوایم بشین؟ بی غیرت شدی؟ نون بی غیرتی خمینی بهتون داده خوردین؟ جناب مهندس این کاپیتان تیم فوتبال تاجو پخش کنید برای اولین بار. باری کلا به این جوون، مواظب خودت باش آقا پسر، مواظب خودت باش. من چند تا پرده تو دیدم، واقعا دمت گرم، امیدوارم تو رو هم نخرن، ولی دمت گرم، خیلی خیلی مردی، باری کلا. ورزشگاه باید این باشه، ورزشگاه در خدمت ملت باشه. بعد نگاه کنید این داره حرف میزنه، نگاه کنید دور و برش تمامشون اطلاعاتی هست، این میره اون میاد، این میره اون میاد، هیت در گوشش میاد، بس دیگه چیزی نه، همشون اطلاعاتی هست. بی پدر و مادر و مثل شپش همه رو پخش کردن همه جا. نگاه کنید پشت سر این بازیکن تاجو، کاپیتان تاجو قفوری اگر اشتباه نکنه. جناب مهندس لطف موبت بفرمایید.
میشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیت رو تهیه میکنن، ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن. سپاس از شما جناب مهندس هاش گرامی. این بازیکن با شرف قفاری اگه اشتباه نکنه، باریکالله بعید نیست فردا بزنن بچه مردم ور اینم بگیرن یه چیزی بهش ببندن بکشن ببرنش زندان. آقا پولشویی کرده، آقا فلان کاری کرده، دروغ به در سوخته بازی. من مخصوصا هم پخش کردم که این دی پدر و مادر بالا سر بچه مردم نیاره. علی پروین بالا 70 سالته، خجالت نمیکشی تو؟ خجالت نمیکشی تو؟ اونا دخ کردن دیگه که شما مفخورا بمونی. ها حیف اون همه خاطرات. بعد خارج از کشور برامون داستان دوسه یه هفته ببین چه حلبی سازی را انداختن تو دنیای مجازی، محمود قربانی و پسرش و بعد این یکی فائقه و بعد اون کثافت هما نمیدونم کثافت و بعد یکی دیگه اومد این وسط مرداد آسمانی تازه میخواد بره با لگن پروش دوز این مصاحبه بکنه بود. اصلا چطوری میخواین جواب ملت رو بدین؟ چطوری میخواین جواب ملت رو بدید؟ من موندم، واقعا موندم. کجا میخواین درین؟ کجا میخواین برید فرار کنید؟ چی دارید بگید؟ واقعا چی داری بگی؟ مثلا اون زنه که بود اومد و تمرگیده بود که مال این جریان پرویز مارمولکچی بود، خرندیش بود، چی بود زنی که در به داغونه چوزونه، یا این یارو میرزا قاسمی؟ چه جوابی دارید به مردم بدید؟ شهبال شفره تو چه جوابی داری به مردم بدید؟ چه خودمونی؟ من میخوام ازت سوال بکنم چه جوابی دارید به مردم بدید؟ چی میخوام؟ مثلا فائقه تو چه جوابی داری به مردم بدید؟ مثلا بیا ایران مثلا دوباره فرش بندازن زیر پا، بعد بگم مثلا دوباره بیا چیزو بخون، فلان آهنگو بیا بخون. چه جوابی شماها دارید به مردم بدید؟ چی میخواید بگید؟ میخوایم سوال کنیم ازتون، میخوایم ازتون بپرسیم که مایی که منتظر بودیم آس هنری ایران بیاد خارج از کشور که چه تحول عظیمی را بندازه در فضای سیاسی ایران، برید توی چادر سبز اکبر گنجی با آشغاللو چه جوابی دارید بدید؟ حالا این یارو همایی خود تقریبش مشخصه توده یه بنده خدای چوزونه، شماها چه جوابی دارین بدید؟ خب نمیتونی تو بیاید بری با اولی ازاد عکس بگیری، ساعت کادو بگیری، بعد بری بشینی از توبری اون بخوری. خب ما از آدمی به اسم محمود قربانی که توقع نداریم، بنده خدا نه سوادی داره نه هیچی، تازه با همه شرایط بازم دمش گرم، بازم بعضی موقع سینه سپر میکنه، بعضی هنوز میگه شاهنشاه، هنوز میگه رضا شاه، بابا دمش گرم واقعا آدم خدایش بگه. شماها چه جوابی دارید بدید؟ یک کشور ویران کردین، ویرانه چو گذاشتین رو دوش ما، بعد حالا نشستین یکی واسه خودم که واسه جیبم بازی میکنین، بعد بازی جنگ و دعوای زرگری رو انداختین تو این شرایط، تو این لحظات، تو این لحظاتی که صدای ناله داره میاد از ایل بختیاری، صدای ناله داره میاد از خوزستان، سوسنگرد و اهواز و دستول منو به خاک و خون کشیدی، نهاوند بیاد بشه شرایط امنیتی واسش به وجود بیاره و سایر شهرهای که همین الان براتون پخش کردیم دیدید دیگه.
اون نوراباد آمل اونطوری به رگبار ببندی، اون مرد نگونبخت اونطوری بنزی زمین اونجوری با باتون بزنیدش، شما چه جوابی دارین تو این شرایط بدین؟ آخه ملت شما یه دقیقه فرض کنید الان اسم من فلان هنرمند معروفه که همه شما من از زمان شام میشناختید، حالا نه از این در پی تی آی خارج از کشور، نمیدونم کفتر کاکل پسر رو، نمیدونم جهانزی هست، حالا اینا هیچی، اینا رو بذار کنار، اینا خب بعد از شروع 57 و به آب و علوفه هم رسیدن و دارن میچر، اینا اینو نه کلاس دارن نه سواد دارن نه آهنگ بلدن بخونن در به داغ، اینا ناله هیچی. اونی که از زمان شاهنشاه آریامهر بود، اونی که میگه اگه یه روز بری سفر منو با خودت نبری بی خبر، اونی که میگفت آهو رو به لیس نفس داشت، همشون اونی که تو ایران میگفت من و تو با همیم اما دلامون خیلی دوره، ها؟ مگه نگفتید؟ مگه نخوندید؟ نمیتونی که زیرش بزنید که. اونی که نشسته بود میگفت کفتر کشته که پروندن نداره، کتاب کهنه که خوندن نداره، خود چرا الان خفه خونه مرگ گرفتین؟ خود شما میدونید چه اثری میتونی تو اجتماع بذاری؟ حرفی که تو بزنی با حرفی که من بزنم تومانی هزار فرق میکنه. من باید گلو پاره کنم دو ساعت، تو فقط کافیه یه خط بنویسی، تو فقط کافیه یه دکلمه بکنی. خب اونی که تو ایران میرفتی بالا پشت بوم کفتر بازی میکردی واسه خاطر توقی، با تیغ رفتی زدی یارو رو کشتی، خب چرا بس خفه خونو مرگ گرفتین؟ خب یا مثل فردین و ناصر ملک بودی تو ایران میموندید، هیچی نمیگفتید، زج میکشیدید، دق میکردید، یا که حالا اومدی خارج از کشور وظیفه یه هنرمند اینه که سینه سپر کنه واسه ملتش. آخه بی‌معرفتی تا کی؟ پول ملت ایران خوب بود که بیاین پول سینما هاتونو بدیم، پول کافه کاباراتونو بدیم، پول میزتونو بدیم، پول عرق آبجوهاتونو بدیم، اون خوب بود. اما حالا ما اخ شدیم، بد شدیم. آقای علی پروین، اون که ما میومدیم تو سکوهای سرد و گرم امجدی میشستیم، تو سرما میلرزیدیم که بازی پرسپولیس ببینیم، پول 2 تومن و 5 تومن پول بلیت بدیم، اونا خوب بود. حالا که یه ملت به تو احتیاج داره، پشت کردی به ملت که بچت بره میلیارد میلیارد پول بخوره، پولشویی بکنی، خجالت نمیکشی که چند سال بازوبند کاپیتانی تیم ملی بازود بود، که از خونه میومدی بیرون ملت صلوات میداد تو رو میدی، کمتر از علی آقا بهت نمیگفت. چجوری میخواین تو روی ملت نگاه کنین؟ اصلا شما کجا میخواین وقتی بمیری قبرتون قراره کجا باشه؟ کی میاد جنازه شما ها رو برداره رو زمین؟ ملت ایران خوب گوش کنه چی بهتون میگن. از ما که گذشت جواب های هویه امونشون ندید، دیگه رحم نکنید بهشون، به حرف هیچ کس گوش نکنید، باز شروع نکنید تو دنیای مجازی الان چرا شاهزاده واسه کاری به کار اعلیحضرت نداشته باشید. دست تو دست برده در سر این مرد، این مرد 43 ساله داره زجر میکشه، زجری که این مرد کشید هیچ ایرانی نکشید، حتی اونی که بچهشو از دست داد نکشید، من میدونم که نکشید، ما عزیز از دست دادیم، این مرد خیلی چیزا از دست داد، هم عزیز از دست داد هم ایرانشو از دست داد، نه پست و مقامشو. اگه پست و مقام میخواست یه چراغ سبز به امریکا یاد داده بود 2 سال بعد تو ایران بود، تو همون وسط جنگ تو ایران بود. این مرد زجر کشیده، دست از سرش برداری، برش گردونید ایران، برش گردونید ایران ملت، برش گردونید ایران، ببرید بذارینش تو کاخ، در کاخو قفل کن آقا، شما بشین تو اون کاخ دیگه کارت به هیچی نشده باشه، همونجا شما بشین، مگه نگفتید من کاری با هیچی ندارم؟ شما بشین کاری با هیچی نشده باشه تا ما اینجا رو ترتمیز کنیم، بعد تشریف برید بیرون از اون کاخ. ملت امون ندید به آخونده، بهتون رحم نکردن، رحم بهشون نکنید، خوب گوش کنید چی دارم بهتون میگم، رحم بهشون نکنید، به هیچ کدومشون. هر کس براتون اسلحه کشید، اسلحه براش بکشید، هر کس به روتون تیغ کشید، تیغ براش بکشید، بزنیدشون، امونشون ندید. کمترین سلاحی که دستتون باید باشه کوکتل مولوتوفه، راحت بهتون بگم، کمترین سلاحی که تو دستتون باید باشه. ایرانو میخواین از اینا باز پس بگیرید، باید با زبان خودشون باز پس بگیرید. دیدید من لجنجلسو چجوری به خفشون کردم؟ چون زبون این بی‌ناموسا رو من بلدم، زبون این بیشرف ها رو من بلدم، اینجوری زدم تو دک و پوزشون که همه شما دست به اثار را برن. این بلا رو بسر آخونده یارید، امونشون ندید، امونشون ندید ملت. تا
تا موقعی که آدم نشدن همونطوری باشون برخورد کنی، اجازه ندید اینقدر بزننتون، نذارید بکشنتون، بس دیگه اینقدر جووناتون رو کشتن. همین الان بهتون نشون دادم بیمارستان غرقه به خون بود. اینا فهمیدن ما بیورزیم، یک بار بعد بهشون نشون بدین تموم شد دیگه بسته، دیگه بسته. ملت بزنید به سیم آخر، گور پدر شکم، گور پدر روغن، گور پدر برنج، گور پدر نور، گور پدر همه چی، بزنید بمیریم از گرسنگی. ولی از بی غیرتی نمیریم، یا خدایش آدم از گرسنگی بمیره، از بی دارو و دوایی بمیره، از مرض بمیره، بهتر از اینکه از بی غیرتی و بی شرفی بمیره. بسته دیگه انقدر بی غیرتی. حالا که غیرت کردید، حالا که سینه سپر کردید اومدید تو خیابونا، گسترشش بدید به سراسر ایران. مشهد بلند شد تکون بخور، تبریز تکون بخور، کردستان تکون بخور، این شهرهای کلیدی مملکت تکون بخورید، اصفهان تکون بخور. نه که بیاد چهار تا شعار بدین چه اشتباه کردیم، چه انقلاب کردیم. آره هممون اشتباه کردیم، هممون غلط کردیم، به گور پدرمون خندیدیم. تمومشون کنید، سینه سپر کنید واسه کشورتون، واسه مملکتتون. به بچه هاتون رحم کنید، به بچه هاتون رحم کنید، به این دختر پسرها رحم کنید. گناه دارن این بچه، اینا چه گناهی کردن؟ این جوونا چه گناهی کردن که همشون تشنج عصبی گرفتن؟ این بچه ها چه گناهی کردن که باید تو دام اعتیاد و فحشا و بدبختی و بیچارگی زندگی کنن؟ اون جوون چه گناهی کرده که آرزوش اینه که یه لباس تر تمیزنش بکنه؟ این جوونا چه گناهی کردن بشینه رو موتور پیتزا ببره بده به دست انگلزاده ها؟ این دخترها چه گناهی کردن که واسه خاطر یه دونه مانتو، واسه خاطر یه روسری مجبور بره تو اتاق برو؟ نکنید انقدر این کلا بی غیرتی رو سرتون وردارید. لامصب و مردی گفتم، هست دیگه انقدر بی غیرتی. من نمیدونم مرد ایرانی شکم گنده هست ولی بی غیرت نیست. هست کنید دیگه که عربا بشنن به ما بگن که گوشتی که قربونی میکنیم بدیم به ایرانی بخورن، عرب به ما صدقه بده بخوریم. بعد به هنو بشنه این را میفرسن برای گزارشگر، خجالت نمیکشین شما ها؟ هنوز زنگ بزنید به طویله لگن فروش دوز؟ فردا به وجدان خودتون چه جوابی دارید؟ اصلا وجدان دارید؟ اصلا میفهمید وجدان یعنی چی؟ بردن رو کاغذ بنویس وجدان، حداقل بخوره به چشمه که بفهمید وجدان یعنی چی. آدمی که وجدان نداشته باشه یعنی هیچی نداره، یعنی نه شرف داره، نه غیرت داره، نه آبرو داره، نه ناموس داره، نه حیثیت داره، نه هیچی، نه اعتبار داره، نه احترام داره. مثل این لجن جنسی های بی وجدان. خب وجدانتون کجاست؟ وجدانتون رو مگه خاک کردین؟ اون دختر بچه‌ای که تو خیابونا داره تو صد لاشقال غذا میخوره، اونو فرض کن بچه خودته. سوء تغذیه گرفتن بچهای مردم. یارو سال میاد میره گوشت نمیدونه چیه، بعد استخونم دیگه گیرش نمیاد بخوره. بعد فریزرای خودتون رو پر کردین تو خونه هاتون، کوف بخوری. به خدا قسم این ملت میرسه تو خونهاتون همتون رو غارت خواهد کرد. این انقلاب مستضعفین خواهد شد که بعد یه تنلک دوزاری بیاد بتمر که تو طویله لگن فروش دوز بگه نه 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 به خاطر گرانی بوده، بعد دک و پوز اینو خورد کنی که برید بشین به چرت و پرت اینو اون گوش کنید. آقای مرداد آسمانی، من یکی دو بار حرفای تو رو شنیدم، قشنگم صحبت کردی، حداقل من بین همه دیدم تو آدمی هستی که سینه سپر میکنی. هیچ وقت من از صدات خوشم اومد، نه از خودت خوشم اومد، نه از فیزیکت خوشم اومد، نه خوشم نمیاد ازت. اما من بعد میگم، بعد خوبو میگم، خوب نرو پیش لگن فروش دوز. مگه میکروفون نمیخوای حرف بزنی؟ بیا تو من بهت میکروفون بدم بشین حرف بزن. اینقدر شخصیت خودتون نمیره با این مرکه دوزه. خودش مشکل داره با پسر اون فائقه، میخواد از تو سوء استفاده کنه. چقدر شوتین شماها؟ سر سگ میزنی دیگه سر صدا بلند میشه. آقای مهندسون شماره ده یه عکس اونو لطفاً موقت بفرمایید. آخون نگاه کن این عکسو. نگاه کنید خانم آقایون، این مزاره میدونید کیه؟ یکی از بزرگان تاریخ اون مملکت، رئیس علی دلواری. آخوند این مزار رو به اون روز انداخت. نگاه کنید، این ننگ برای ملت ایران.
نه فقط برای بوشهری ها، برای ملت ایران ننگه این. بعد برن بارگاه زینب و سغرا و کبرا و نمیدونم هر چسونه ای رو برن اونجوری چیزش کنن، تلاوارونش کنن. سپاس از شما جناب مهندس. یک بار برای آخرین بار ملت ایران، یک بار برای آخرین بار خط بکشید بین خودتون و وجدان خودتون. یه بار، یک شب شرافتن، اگه شرفی واقعی مونده، یک شب شرافتمندانه یه آینه بذار جلوتو نگاه بکن ببین چی ازت باقی مونده، ببین چی دیگه ازمون باقی مونده، ببین کجاست اون هیبت و اون عظمت مردونگیت. بابا مرد کلمه بزرگه، نه اینجوری به لجن نکشینش. مرد فقط به سر و صدا و داد و بیداد نیست، مرد یه خصلتایی داره. نشون بدید مردونگی ایرانیتونو. جوون 14 15 ساله، جوون 20 ساله با سنگ و چوب اومده تو خیابون، بعد شما نشستید تو خونه دارین تریاک میکشین، واسه اون بالا میگی ولش کن ولش کن، نشستین تو ماشین دارین فیلم برداری میکنی تا زیاد شلوغ میشه، برو 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 برو. تو پیش زن و بچه خودت خجالت نمیکشی به عنوان یه مرد که پاتوز رو گاز؟ اسامی رو بگیم حضورتون، مرخص بشیم. با جناب، با سپاس از جناب مهندس یواش گرامی و سرکار بانو مهناز عزیز، یه ترانه هم هست، سروده است. متاسفم که ستار عزیز این رو، کاش که وسیع تر بهتر با یک کیفیت دیگری حیف باشه، چند تا از کارهای از ستار عزیز یه بار ضبط شد و موند متاسفانه، مثل این کار زیباش، خیلی زیبا، ولی خب نذاشتن اینا پخش بشه، نذاشتن مردم بفهمن ستار داره چی میگه. هیدر خان، هیدر خان، کاشو که وقت کاره، چشمای پیر مادر هر آن در انتظاره. نه اینا رو نه، ولی کفتر کاکل به صد با کیفیت عالی. آره بی بی گل کجایی با کیفیت عالی، چیلنگ تخته های لجن جلسی، منظور من فشار، اینا با کیفیت عالی. اون یکی اومده بود میگفت مریم مریم زهر ما زاغ نبود، تیر غیب، بی پدر و مادر، تن لش. بدبخت نیم، خیلی وضع خرابه. تا نفهمیم خودمون میهن پرستی یعنی چی، تا نفهمیم معنای میهن پرستی یعنی چی، آش همینه، کاسه همینه، حسن بره حسین بیاد، تقی بره نقی بیاد، همین آش و همین کاسه است. ممنون از بچه ها در کلاب هاوس اینستاگرام، ممنون از همتون که برنامه رو پخش میکنید، خیلی هم همتون سپاسگزارم. از پالتاک بچه ها، همرزمای عزیز خودم، دست پنجتون درد نکنه، خیلی ازتون ممنونم. به یاد استاد فاضلی، دست سپاس از شما. دو تا از همرزان عزیز ما، آقای سیامک از سالت سیتی لطف محبت کردن $100. سپاس از آقای سیامک عزیز. و بعد آقای فرشاد و خانواده از اورنج کانتی هم لطف محبت کردن $300. دست درد نکنه آقای فرشاد گل و آقای سیامک عزیز ما. اسامی رو سریع بگیم و از حضورتون مرخص بشیم. به یاد استاد فاضلی $100. سپاس از شما. آقای سیروس از لندن $50. سپاس از شما. بانو فری میمم $30. سپاس از شما. بانو مونی و آقا خسرو گل ما هم از تورنتو $100. سپاس از شما. سارا و کوروش عزیز ما هم $40. سپاس از شما. آقای امین $150. سپاس از شما. میهن شاه لطف کرد $47. سپاس از شما. آقا رضا فرنودم $50. سپاس از شما. دیوید میم $150. سپاس از شما. سعیدم از آلمان $10. سپاس سعید جان. بانو شهری میم $30. سپاس از شما. بانو شوکت هم $10. سپاس از شما. آقا سیامک هم که همین الان عرض کردم $100. دست درد نکنه آقا سیامک. و آقا فرشاد و خانواده محترم هم لطف کردن $300. بی نهایت از همه شما عزیزان خانم آقایون سپاسگزارم، لطف و محبت کردید. بچه ها فردا نه پس فردا، چهارشنبه ما اومدیم اینجا، خستگی رو از تن ما در بیارید خدا وکیلی، دستتون درد نکنه، یا حالی بهشون بدین، یه
یا حالی بهشون بدین. دمتون گرم، زنده باشید، مملکت رو پس بگیرید، شاهتون منتظره. پاینده ایران جاوید شاه.